سام مدرم بزرگوار من جناب محترم آقای وسیق بسیار خوش آمدید. بسیار تشکر میکنم از شما. خیلی مهربان هستید. با بیننده‌تان اگر سوالی که می‌کنید. با تشکر از شما و ضمناً احترام خدمت بیننده بسیار خوب برنامه وزینتان. تشکر شما. خانم خانواده من هم جای خوشی و سعادت است که در خدمت دوست هستم. تشکر. دوستان نهایت محترم بیننده بسیار عزیز و گرامی، خصوصا از کسایی که شما در فیسبوک هستین، از شما هم جان سپاس میکنم و اظهار احترام میکنم از کامنتای شما و از کسایی که در طریق دیگه هم برنامه رو میبینین، از همه شما جان سپاس میکنم و از کسایی که مسیج کردین و تلفن کردین برای ما از تشریف آوری آقای محترم وسیق در برنامه خانه و خانواده اظهار احترام سپاس کردین. ما هم از شما تشکر میکنم که بینندگی برنامه میباشین و برنامه رو میبینین و شما دوستای عزیزی که در فیسبوک هستین و با کامنت های ناز و خوبتان و گلک ها و قلب های که گران میکنین سار قدم های خود شما، امیدوار هستم که برنامه را با دوستا و عزیزایتان شیر کنین و تا که میتونین شیر کنین تا این برنامه را ببینن. امروز چون وسیق صاحب زحمت دادیم و این مونه نیست که ما زیاد سر مسائل اسلامی گپ میزنیم، چون خودم به شخصیت آقای وسیق که سالهای سال است آشنا هستم، یک شخصیت بسیار محترم و بزرگوار هستم. در که من همیشه گفتیم بازم خدمت شما باید عرض کنم که آقای وسیق نه تنها یک انسانی خوب است بلکه یک مسلمانی بسیار خوب است. ما وقتی که برنامه های از اینا را تعقیب کردیم در طول سالا، ما خودم کسی هستم که در برنامه هم گفتیم ما در سر آقای وسیق صرف نماز خوانیم، نماز جمعه را اینا یک وقت در این جمعی ملا و ملا بازی نبود و وسیق صرف یکانه شخصیتی بود که در مسائل قرآن و اسلام آگاهی داشتن و افغانها را کمک میکردن هم در مساجد و هم در محافل عروسی و هم در فاتحه و ختم. خب بر صورت همو شخصیت خود دارن. امروز هم زیادتر ما تمرکز ما سر مسائل اجتماعی از دید اسلام و قرآن می باشه و شما هم بعضی سوال هایی که دارین میتونین که از طریق فیسبوک هم بنویسین و هم تلفن کنین و ما تشریف آوری آقای وسیق در این برنامه خیر مقدم میگم و ازشون جان سپاس میکنم که امروز از راه دور تشریف آوردین، شما در اینجا آمدین، مرا سرفراز ساختین و برنامه مرا زیبا و زیبا تر ساختین. بسیار تشکر از از فاصله زیادتر میگیم نه از دور دور است ما شما فکر کنم با یک چی میمیم فیسبوک ما دوستا درست کنم با دوست باز ما خدمت شما پس من واسه خیلی شما تو اختیار اگر چیزی برای دوستا میگین که دوستا سلام من جای بسیار خوشی است که تیمور جان حسن و آمد جان حسن این دو برادر نازنین واقعا مدت هاست که سالهای متمادی است که مشناسی میشانه و این برنامه وزینه که دارن تیمور جان حسن خانم خانواده که واقعا یکی یک بار فکر میکنم براتون گفتیم که یک برنامه اسلامی از در قدم میکنم چرا همه چیزی که شما توصیه میکنین یک پدر مادر اولاد اینا را به سوی خوبی های نمی این خودش یک اسلام است. تشکر بود شما واقعا بسیار بسیار جای خوشی است. وقت سابقات و بعضی از علمای بزرگ ما که در برنامه هستند و با ما وقتی صحبت میکردن البته من زیاد دعوت میکردم بسیاری هاشون اونا میگفتن که تو اسلام تشریح میکنی به زبان مردم و صحبت های به اساس قرآن و سنت پیغمبر رسول من بلند سلام هستن و من خودم هم از جمله کسایی هستم که بسیار آدم معتقد به دین خود و قرآن خود و سنت خود و پیغمبر خود هستم. من بهش گفتم من ایمان ها نیست که من ریش ندارم نمیزم
ولی با قواعد دینی خود سا مستحکم و محکم هستم. باید یاد بکنم که ریش لنگی یکی به اسلام ارتباط نداره. ولی مردم ما زیاده با کزایی گوش میدن که میگم باید کوریشید کل اینگی که قواعد با او خاطر باید دامیش برنامه خود آقای واسیقا میبینم و دوستان عزیز کسایی که در فیسبوک هستین کوشش کنین برنامه را شیر کنین و استاد دیگر دوستان تشریف میارن در برنامه ما امروز میمان بسیار گرامی داریم گفتم تنها سر مسائل اسلامی نمیخوایم گپ بزنیم سر مسائل اجتماعی و سیخ سر محترم دلیلم که من شما دعوت کردم که تشریف برین این برنامه چون من در پیشتر گفتم که شما چقدر وارد هستید در مسائل قرآن و چقدر آگاهی دارین از احکام الهی و میفهم که یک پدر بسیار خوب یک شوهر خوب به خانواده تان هستین و یک شخصیت خوب برای کمیونیتی افغان هستین و همیشه خیرتان رسیده و در مسائل اجتماعی افغان هم شما انوال بودین داخل بودین و ما واسه بودت به این طرف که به اکسا سلام مشکلات بر میخوریم در مسائل اجتماعی در بین خانواده و در بین خود جامعه ما در تلویزیون ها و بعضی دوست ها بعضی وقت ها با اگه ما مانی صحبت هایشون میشیم آزرده میشن و ناراحت میشن ولی هر برنامه از خود یک پالیسی داره با یک هدف خاص میچرخه که البته برنامه ما به اساس موضوعات اجتماعی ولی تا زمانی که پای ما را نکشانند در مسائل سیاسی دو غرض نمیگیریم و در اکثر افغان ها میگه که افغانستان چی حال از شما این سر موضوع گپ نمیزنیم و گفتم که خب برنامه سیاسی زیاد داریم و گفتم چرا نه بعض وقتا ما میخوایم سر صحبت کنیم ولی هدف اساسی ما این است که من میخواستم از شما پرسان کنم که ما مسلمان ها در جامعه خود خصوصا در بین خانواده های خود همه ما سر خودم قار هستیم سر دنیا هم قار هستیم حتی سر خدا قار هستیم هر کار نادرست خودمان چی در محیط خانواده است و هر نافرمانی یا حادثی که اتفاق میفته حتی در مسائل زندگی زناشویی اولاد ما اوتوماتلی خدا رو ملامت میکنیم که میگم این کار خداست اگه خدا نمیخواست این کار نمیشد اگر رضای خدا نبود این کار باید دتر میشد چرا فلانی پیسه داده چرا مرا ندادم چرا من جواب خوب ندارم چرا این جواب خوب دارد چرا این خانه دارد ولی دید شخصی من این است ولی شما باز میپرسیم به حساب شرعیش دید شخصی من هر جنایت و هر کار غلط را که ما میکنیم این مربوط به ما انسان است و خدا هیچ وقت فکر نکنم که بعض ضرر و دشمن بنده های خود باشه چطور امکان داره آقای وسیق شما بزید تشریف خوبتر کنیم که کسی ما را از روی خود هست کرده و روی خدا هم این حال در وجود ماست و با ما هست و او بخواهد که همین بنده را که از روی خود هست کرده آزار اذیت کنه ولی راه داده ما را گفته کدام مسیر است قوانین وضع شده ولی هر کاری که ما انسان ها میکنیم چرا در گردن خدا مندازیم چرا با خود توجه نمیکنیم که این حرکت و اعمال غلط ماست با این که خدا گفته شیطان زنده است و از اعمال بد دوری کنیم بسیار درست گفتیم مولا من خوب متاسف هستم که میگم که واقعا مشکل خود جامعه ما از دین خدا آگاه نیستن از کتاب خود آگاه نیستن حداقل کتابی که بسیار امروز بسیار امکاناتش هست که ما بتونیم از این کتاب خود را آگاه بسازیم برای اینکه ترجمه مختلف و به زبان های مختلف امروز در یک آیفون ما شما چقدر امکانات موجود است جوان های ما خوبیخی اصلا بسیار با مهارت تام میتونن هر چیز میتونن یک عالم شون عالم دین شون واقعا با استفاده از این چیزا برای از اینکه امروز اینا کتاب قرآن میتونن بفهمن مشکل جامعه ماست مشکل مردم ماست و یک چیز دیگه هم است که مشکل دیگه هم است که ما عادت کردیم یک کلچر شده برای ما امی بار خود از سر دیگران انداختن بار خود از سر دیگران انداختن و شما ممکن شما کردین که حتی خدا را ملامت میکنن یه نهایت به انصافی است که ما خدا را ملامت کنیم در حالی که خدا همه چیزه برای ما قرار داده به خاطر بهبود ما به خاطر خوبی ما و به خاطر از اینکه ما بتونیم یک زندگی آرام زندگی مرفع و زندگی خوب داشته باشیم ما در نمازهای پنجگانه دعا میکنیم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه ما را در دنیا از خوبیانه اول دنیا گفته شده نه آخرت اول دنیاست که ما دنیای ما اول باید خوب شد و این در نمازهای پنجگانه خود ما دعا میکنیم یعنی خدا از ما خواسته که اینطور دعا بکنیم نه به این معنا که
این دعا بکنین، از ما بخواین که ما براتون بدم. این دعا به این معناست که شما، یعنی خواست ما همی است که شما تپ و تلاش بکنین که دنیایتان خوب بسازین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این به این معناست که شما دنیایتان خوب بسازین خودتان تا جایی که در توانتان است باز توکل به ما بکنین و در صورت اول دنیایتان خوب شود. وقت دنیایتان خوب شود مسلمان آخرتتان را ما به یقین هستم که کسی دنیایش خوب میشه آخرتش هم خوب است. یعنی دنیای خوب مثال هایی دادیم با دوستان میشه که هر انسان یک قطعه زمین برش داده شده فرزن در جهان، همین قطعه زمین گلستان اگر میسازه اونم گلستانش خوب گلستان است که جنت در عربی میشه، در آخرت اون جنت است. اما اگر را خارستان جور میکنه خوب بالاخره هم در اینجا اذیت میشه خودش و هم نوشت و هم در اینجا فقط یک جرقه کار داره که دوزخیز برش آماده شده. حسن دنیا را بر ما خدا خواسته که ما از خوبیایش باید استفاده بکنیم، ولی یعنی ایران قرآن کریم در یک جایی یاد میکنه که بخشید خواهیش بر پرمیدارم که در امی سوری قصص هست قرآن کریم به این صراحت یاد میکنه که وابتغی فی ما آتاک الله دار الاخره، وابتغی فی ما آتاک الله دار الاخره، هر چیزی که خداوند برتان عطا کرده یا چیزی که برتان خدا داده شما سرای آخرت جستجو بکنید، ولا تنس نصیبه که من دنیا و سهمتان از دنیا فراموش نکنید. که البته سهمتان از دنیا اولی که ما محروم خدا نکنیم از نعمات دنیا، چرا یک ذهنیت های هست که من متاسف هستم که میشنوم که میگن خب دنیا برای کافرها است و ما جنت داریم و دنیای گذری است برای ما، دنیای گذری است، حیات ابدی اونجاست. خب حیات ابدی خود مسلمه که اونجا هست، شکل درش نیست. اما ای که بگوین که دنیا از کافر هاست یعنی از ما نیست، این دیگه تنبلی انسان نشان میده که اگه تنبل که لط زیر زردالو میگفتن چی کسی نمو درگاه یک چیده. خب با او اندازه تنبل باشه انسان که بگوین که دنیا یعنی ما هیچ کار نمی کنم، همه چیده است، در حالی که این مردم به این مثالی که من براتون دادم کسایی که این دنیا خواهد خوب میستاده اونا کسایی هستن که آخرتشان شاید خوبتر باشن از ما که بدون شک. و امت مسلمان باید بیدار شد، امت مسلمان باید تکان بده به خود و دنیای خود اول بهتر بشود. ما از هر نقطه نظر، از نظر تکنولوژی، از نظر اقتصاد، از نظر صحی و از نظر فرهنگ و اینای خود کلچر اسلامی کنه واقعا اسلام کنیم بسیار زیاد خوب است و ما لذتش میبریم خود ما و ضمناً خداوند توفیق اگر بده انشاءالله با کمک خداوند بلوز فزو انشاءالله آخرت خوب نصیب همه ما خود انشاءالله. ولی تا جایی که ما میبینیم و امی اعمال کردار ما مسلمان ها خصوصا در امی آخر در این یکی دو دهه آخر یعنی خب یک وقت و یک زمانی بود صحابه خاص رضی الله عنهم من برم در اونجا، ولی چون حالی میبینیم که مردم خصوصا امی سوشل میدیا با این امکاناتی که امروز در دسترس مردم است و خصوصا تبلیغات نادرست و غلط و مریضی که بعضی کسا از مقام دین صحبت میکنن تا جایی که مردم عوام اینا نزدیک بسازن به دین از دین دور میسازن با تاسف و با مو خاطرم بعضی کسا من نقد میکنن بدون که خودشان آگاه باشن و در قرآن مطالعه کرده باشن. ما اگه غلط تو شما بر تاثیر کنین قرآن یکی آدم میخوانه و ترجمهش میخوانه، برای بعضی از ما مسلمان ها خصوصا افغان ها سوال پیدا میشه چرا یه آیه آمده و بر چی آمده چرا آمده. ولی به نظر من ضرور است وقتی که انسان قرآن میخونه شر نزولش هم بخونه که چرا یه در کدام زمان به چی شرایط آمده. آیا امین تو یک چیز شما شر نزول اینا خب البته آیه قرآن کریم امروز 6236 آیه داره، یعنی ما 6236 شر نزول برش نداره، و موقعی بوده که یک سوره نازل شده و یک مورد بوده نازل شده که ای کاش امو شأن نزول می بود. برای اینکه شأن نزول ها اینا 200 سال بعد از وفات پیامبر مردم گفتن دیگه، فکر کنین 4-5 جنریشن نسل 5 4-5 نسل بعد مردم گفتن که در یک چیزی بوده باشه. اما
امروز مثل کتب احادیث اینا حدیث هم به این شکل جمع شد. در همون دورانی که احادیث جمع آوری شد شأن نزول هم ساخته شد و جمع آوری شد و یک تعداد چیزاش ساخته شده تا که بسیار با وضاحت آدم میبینه اصلا. اما ما عقل سلیم خداوند برای ما عطا کرده، با این عقل سلیم خود میبینیم که اگر شأن نزول اولی که آیاتی که واضح است این شأن نزول کار نداره. قرآن کریم یاد میکنه که تبی و ما انزل ایلیکم من ربکم، شما پیروی کنین از اون چیزی که از خدا برتان آمده و لا تتبی و من دونی اولیا، غیر از اون کس را ولی نگره. چه شهر نزول کار نداره، اصلا شهر نزول کار نداره. خدا میگه از این کتاب پیروی بکن و همین کتاب است که برتان مرمان کردیم، از چیز دیگه غیر از این، یعنی برای چیز دیگه غیر از این اعتماد نکنیم. مخالف از این کتاب باشه. اما بله بعضی چیزایی است که واضح و روشن نیست که در صورت همه من خود ما این کار رو میکنم. وقتی میبینم که یک چیز واضح نیست، من تقریبا 8-9 تفسیر دارم، تفسیر مختلف دارم، میبینم که در تفاسیر چی یاد کرده و تفاسیر هم که من میبینم که کدام تعبیر بهترین است مطابق آیه قرآن کریم که در سوره زمر یاد میکنه که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شما مژده بدین اون بنده های مرا که به سخن گوش میدن، یک چیز را میخوانن یا میشنون یا میبینن، فیتبعون احسن بهترینش را تعقیب میکنن، پیروی میکنن. آیه 17 و 18 سوره زمر. و این خود از بسیار زیبا هست که بر ما نشان میده خداوند که یک چیز خوبه بپسندید، نه که خوب در اونجا گفته میشه که از فلانی و فلانی و فلانی بازبوگی والا اینا چندین صاحب جلیل قدر بودن، اینه باید قبول بود. خب مردم ساختنی چیز داره، ما ببینیم که متن چی میگه اصلا. یک چیز خوب است، یک چیز مفید است، درست است، قبولش میکنیم، یا ایست که از 5-6 تایی که ما خواندیم هر کدامش اگر این سر کنیم بتونیم یک چیزی بهتر انتخاب بکنیم. در غیر از آیات که واضح است، کاملا واضح است، هیچ ضرورت نیست. ولی به یک اوجه بگم وسیق سرک مطرم، خدمت شما باید عرض کنم که ما مسلمان ها به صورت کل خصوصا که میبینیم اکثر ما بسیار عصبی هستیم، خشونت در وجود ما هست و این هم تاثیر بیشتر که کرد کردم خدمت شما همین تبلیغات نادرست و ناجور است که بعضا از طریق سوشال میدیا بخور مردم میتن و بسا کذایی که باز آگاهی ندارن از قرآن. برای خود ما وقتی که یک چیزی ما میشنم، وقتی که کامن سنس نمی کنم، ما با قرآن مراجعه میکنم. ما میبینیم که آیا همین چیز خداوند برای ما افتک بکنیم یا نکنیم، چی امر الهی در این چی است. آیا کسایی که متعقد به خدا و قرآن و پیغمبر است، من پیشتر از شما پیشتر براتون گفتم درام میامدیم، یکی از افغانه ما از من سوال کرد، تلفون کرد بر من، گفت که براتون قسم کردن، گفت که آقای وسیق هم بود میبونداریم، گفتن که آقای وسیق سر محترم میانم روز دارن، گفتیم شما جانه نیست که سوال کن، گفتم که چی سوال کن، گفت از آقای وسیق سر سوال کن که تنها قرآن قبول داره یا پیغمبر و سنت پیغمبر. ما گفتم که اول ما واسه خسر برزیل دعوت نکردیم که امتیاز دین انتشار میگیرم تا چایی که ما واسه خسر هم شناسم وقتی که قرآن قبول کردی وای اومده با پیغمبر بزرگا و پیغمبر وسیله شده که با ما من امت خود رسانده. و ولی گفتم مشکل واسه خسر در این است که همی احادیث ناجور و مریض نمیپذیره و چیزی که مطابقت با و این چیزی است که خود پیغمبر ما برای ما گفتن، بدون شک که از ما چیزی نگوین و اگر هر چیزی میگین که مطابقت به کلام خدا و قرآن نداشت او از من نیست، حتی گفته به دیوان بزنید. من اون چیزی که خدا برای وسیق صاحب گفته و پیغمبر کنم که تو نمره بگیرم گمی نمیره چی که کمی روشن شد بسیاری کسا میگه وسیق صاحب پیغمبر نمیفهم. ما گفتم ما من رئیس اوز بنا شده میتونم دلیلی که گفتین بسیار دلیل معقول است واقعا. من هم میفهم برادر یا خواهر ما عزیزای مثلا اگر هم تو سوال را میکنند، از هر سوال را میکنند یک اندازه اگر دقت بکنند مسائل حل میشه. عالمی کتاب از کجا آمد؟ کوی کتاب در زمان پیامبر خدا نبودن، البته وحی شد فسان ترتیب شد من رئیس یک کتاب. خب امی کسا امی که ما کتاب را داریم، یعنی کتاب اگر ما به این عقیده باشیم که کتاب خداوند در زیر یک سنگ پد کرده بود و برین از اینجا بگیریم بیارین، خب هیچ کدام ما شما به عقیده نیست. خب ما به این عقیده هستیم که این کتاب در ظرف 23 سال برای پیامبر گرامی ما کم کم وحی شد، بالاخره بعد از وفاتشان همین جمع آوری شد من از یک کتاب ما امروز داریم. و امروز کسی که کتاب را یک قرآن کریم پیش رو داره اصلا
به قرآن و به او پیامبر کاملا مد صد درصد ایمان شد. در غیر از او، در غیر او کسایی که انتقاد میکنن شاید که ایمان خودشان به هیچ غذایی باشد، شاید یک ذره برادر خواهر ما متوجه نمیشن، باید متوجه شوند که زید. و ضمناً پیش از این که لایک بریم به برنامه و چک کردم، یک حدیث هست در کتب حدیث به اونجا میگن که القرآنیون اهل الله و احباؤه، یعنی همین قرآنی و کسایی که با قرآن متمسک هستن اونا اهل خدا و دوستان خدا هستن، اهل خدا و دوستان. من فکر میکنم دار میشه میشه منطقه اگر فرصت شاید مگروز بیارم میده در صفحه بس. چیز پرتون نیه خوب کامن سنس، کامن سنسش بسیار واضح هست والا. یعنی من فکر میکنم با می عمل کرده من که قرآن کلام است که من پیش روی خود دارم همیشه و ای ایگانه اصل اصول است که من برش باور دارم و من به یقین است که من نزدیکترین کس خود را به پیامبر میدانم، نزدیکترین کس به خدا به پیامبرش میدانم، برزی که این کتاب در قلب مبارکشان نازل شده همین کلام و امروز پیش ما رسیده. و ضمناً یک احادیثی است که در کتب احادیث هم صحیح مسلم هم ابن ماجه و ابی داود اینا یاد شده که از پیامبر نقل شده که مبارک میفرمودن که شما چیز بکنین از قرآن، یگانه چیزی که من ازش پیروی برتان گذاشتیم قرآن کریم است، از او پیروی بکنین که ابدا گمراه نمیشه، ابدا گمراه نمیشه. واقعاً متاسفانه که از ملا صاحبای ما یک نمیگن، امیدوار است اینا میفهمن، اینا میفهمند که شاید یه حدیث یا اگر بر نخورده باشند دیگه گناه خودشان است، ولی باید این را بفهمند که یه حدیث وجود داره و در سه کتاب امی از صحای سته وجود داره و میگه که شما غیر از قرآن از چیز دیگه پیروی نکنید. حتی یک حدیث دیگه هم است که غیر از قرآن هر چیز دیگه که از من نوشته کردین او را محو کنید، پاک کنید. یعنی واقعا بسیار چیز است. اما ما امروز میبینیم که کتب احادیث بسیار زیاد است، بسیار زیاد است، صدها هزار نوشته شد در یه نوشته رو خوبان رو خودشان دیگه جور میکنن، دیگه آلی هم جور میکنن. مثل که شما مثال زدین در دندان دندان اداره که واقعا سنت قرن 20 است جور میکنن امروز، ولی متاسفانه که چیده. منظور این بود که همین احادیثی که امروز است ما عقل سلیم داریم و ببینیم که آیا یک چیزی که خوب و مفید است سر چشم خود من میشه قبولش دارم، اما اگر یک چیز مفید نیست چطور به اون پیامبر خود ما نسبت میتیم؟ ولی ما بسیار وقت ها بعضی آقای واسیق صاحب همین کتب عزیز خواندیم، بعضی چیزهایی رو خواندیم برای که ما را کمک نکرده بسیار متاثر ساخته، مخشوش هم میتونه و این ساخته که من برداشت که از پیغمبر خود رسول ما صلی الله علیه دارم و شخصیت عالی از او و از لطف و مرحمت و مهربانی از او و چیزی که کنام در حدیث آوردن که حتی قصه های بستر هم خوابی پیغمبر نشته کردن، متاسفانه بود چیزهایی ها نشته کردن که کتزی زن خودت رو میکرد، یعنی چطور امکان داره که ما انسان های عادی نمیتونیم و تاک خواب خود کتی بیادر خود کتی خوار خود کتی پدر خود شیر کرده نمیتونیم هم در قرن 21 ما نمیتونیم و در او اصل زمان این قصه ها شده باشه و یا نشته کرده بودن از حتی از مریضی ماوار زنها و از چیزهایی ها نشته کردن که حتی یک مثال برطان بزن نه چونه میره یاد کردیم بمی انداد بمی فضا بمی جسارت بگویم نشته کردن در این کتاب ها و مردم انو میگه ایمان داریم که عایشه صدیقه میگه که من وقتی که حایزه می بودم پیامبر می آمد و میگفت که از روی بله. کالا از روی کالا با ما آمیزش میکرد. شما فکر کنید به این اندازان رکیک یعنی واقعا شخصیت پیامبر و شخصیت ام المؤمنین چقدر خرد ساختن با چطور قبولش شما ببینید و چطور میدا والا فکر کنین یا گالسی ده اتاق رو بستر خواب بزن چطور امکان داره کو نرس برای بیرو و از او کتاب ها نشته شود. یعنی به اون خاطر من گفتم که بعضی چیزایی هست که باز بعضی کسا مثلا نقل مال انسان می کنن باز تافه می زنن که با حدیث احترام نداره. نه با حدیث پیغمبر چیزایی که پیشتر وسیق صاحب هم گفت که چیزی که مطابقت با قرآن داشته باشه با کلام خدا داشته باشه ما سر تعظیم و اطاعت درش میگذاریم و برای ما بسیار عزیز محترم است پیغمبر بزرگوار ما. ولی بعضی چیزایی که آدم میخونه اگر کسایی که خوانده باشه اونا میفهمن که واسه چی میگم ما خودتر از دوستم
مدام حد خود خواندیم ما راز بگویم صاحب از وقتا ما را رنج میتنیم چرا این تو یک کاری است ولی به هر صورت این بحث هم میگذاریم ما از این دوستا عزیزایم که محبت کردن از خالد جان سراج از شما یک دنیا تشکر از لطف شما خود شما شخصیت بسیار بزرگوار و محترم هستین و از راز جان اختری هم کار ما شما در برنامه است اونا بسیار لطف کردن نشته کردن سلام درود به شما محترم تیمشو جان گرامی و آقای محترم وسیق صاحب و محترم جهاد صاحب که امروز برنامه هم دارن برنامه شما فراموش نکنیم کریم جان از شما هم جان سپاس میکنم که در برنامه هستین فرشته جان نبار یک بار بسیار محترم عزیز ما است که دیگه گل قند است برنامه همیش لطف میکنن گران قطعه مشا جان حسن و جمعان شما با شما سلام احترامات رساندن احترامات ما را بپذیرن و ایمه جان ستمی لطف کردن آیا آبا سعید از شما هم تشکر میکنم مریم جان حمید از شما هم تشکر سمو جان از شما هم یک دنیا تشکر از شما بازم تشکر دنیا جان از شما یک دنیا تشکر از واری گلم بر شما هم همه عزیز نزی جان رمیار که برنامه رو میبینن تشکر مصطفی جان از شما تشکر خاطر جان از شما تشکر نادر جان سعید از شما از همه لطف شما فریا جان از شما تشکر این دوستای بسیار عزیز و گرامی ما هستند که کارای فیسبوک هستند امیدوار هستم که دوستای عزیز برنامه را شیر کنید با دوستایتان دوستای عزیز اگر اجازه بتین ما چند دقیقه گپ بزنیم با تلفن های شما را من میگیرم ما هنوز صحبت های ما خلاص نشده دو ساعت وقت برنامه داریم من سال امروی شما میباشیم و تلفن های شما را میگیریم و سیخ سایم مطرم یک موضوع دیگر باید سر جهر رو بس کنیم که ما فونا خصوصا مسلمان ها ما با کاتی کلشون ما سر کار نداریم در جامعه خود افغانی ما بله ما یک جهر بس یک دو تا دکتر میشنیدم که یکیش از بودی باهیا بودن و یک دکتر روانشناس بود با یک خانم دیگه اما بخیر از برنامه خود آقای تلویزیون ما نشون میشن یا سر یک موضوعی بسیار جالب جهر بس میکردن یا سر ودانیت که کسایی که معتقد است به خدا و روز آخرت بله با چی یهود است چی مسلمان است چی مسیح است و چی کسایی دیگه که به این معتقد هستند که خدایی هست و اللهی هست و امروز جزایی هست از این جر بس میکردن که ولی میخوام نظر شما رو بگیرم از نگاه ما مسلمان ها از نگاه قرآن چی حکم داره داری ما افغان ها به صورت کل خصوصا خانم ها معتقد و پابند به یک اصول ما خاص مسائل مذهبیستیم از این جمله ختمای قرآن دعاها نظر گرفتن نظر دادن تعویض و تومار کردن و خصوصا در این وقتا در این امریکا خانما به صورت کل که یک شکایتی از مردا هم برای من رسیده که اکثرا خانما هر شب و جمعه یا گردک دارن پروگرام دارن دیگه مهم نیست که شوهرش در خانه است یا شکایش در خانه است یا فقط هم چرخک زده از یک خانه میرن 300 دانم دارد مره رو مندازن دعا میکنن و ختم میکنن دیگه میکنن بسیاری ها به این یک چی شدن ادکت شدن معتاد شدن و خود این محیط خانواده ای که چقدر سالم نارام ساخته شوهر حتی آبواداره که در اینجا کلان شدن که یا متقید به بسیار چیزا نیستن اونا موقع میفهمن بسیاریش که ما مسلمان هستیم و کتاب و انگلیسی خواندن خودشان اکتا چپ کردن ولی بعضی کسا بسیار زیاد انبال شدن خانواده که باعث یک نارتی در خود عمومیت خانواده شده این شکایت یک تعداد زیاد از برادرهای ما بارای عزیز من نمیگم من بازار جزیات چیش از آقای وسیق میپرسیم ولی من اینه میگم که انسان پرکتس یا تمرینات عقیدوی خودم بکنه و مسائل خانه و خانواده خودم متوجه باشه که متضرر نسازم محیط خانواده را و اولاد از شوهر هر کس مسئولیت داره در مقابل یکی دیگر و من در اون شهر بس میشنیدم که میگفتن که دعا خوب چیز است که آدم کنه به این مفهوم که دعا خوب است میگن وقتی که انسان احساس میکنه که خدایی را داره به این بزرگی و به این عظمت وقتی به یک مشکل روی میاره اگر از خدا طلب کمک میشم اگر از خدا میخواه که کمکش کنم از نگاه روحی یک آرامش خاطر میده انسان هست که میگه من خدا با کسی سپردم که او الله ما است یا هر چیزی که آنها میمانین یعنی یک چیزی بسیار عظیمی یک پشتیبانی قوی برای خود میبینه آرامش روحی فکری انسان میده
از تکالیف روحی آدم نجات میده، کار بد نیست. ولی از ما مسلمان ها، خصوصا خانم های عزیز ما، همونطور که پیشتر گفتم، یک وظیفه وارشده، مثل نماز جمعه و اینه هر سترده یا سنده یا باید در مجلس داشته باشن و دور هم جمع شوند و نام خوردن است و این فلا واسی تو نوبت توست، نانت دار نوبت توست. شما راجع به این موضوع چی نظر دارین و این تا چه قدر ای؟ خب من نمیم که اسلامی نیست، ولی چقدر امی زیاده روی در هر چیز از نگاه اسلام این نکته دارم نکته خوب چرا این زیاده روی افراد اینا وقت افراد میشه در هر موضوعی که افراد شد، یعنی حق یک سل چیزای دیگه تلف میشه، از وقت کاسته میشه و یک چیز دیگه تخصیص داده میشه، یعنی افراد نباید صورت بگیره. یکی و دومی که اینا همه کلچر اسلامی هست البته، یعنی قرآن خیلی از این مسائل قایه نمی کنه. ای کاش که امی مجالس اگر باشه، ما یک دفعیش بسیار خوب به نظر میرسه، اگر دوستا داشته باشن ما یک بار یا هر سه ماه بعد یک بار می داشته باشن و مسائل اشکال نداره. اما اگر اینا بتانن که اون خواهرای ما که 20 نفر 30 نفر جمع میشن دور هم، بتانن از قرآن بیاموزن، از قرآن بیاموزن تا ایست که یک سلسله کلمات را که اصلا معنایش نمی فهمن اینا تکرار کرده برن، 300 دفعه بخوانن و مشوندی می چیزن، 500 دفعه می خوانن و 1000 دفعه می خوانن و معنایش هم نمی فهمن، اصلا چی سودی برشان دارن. چقدر زیبا خواهد بود که اینا در این دورای 30-40 نفر جمع میکنن، از قرآن چندین آیش بخوانن، چند دو سه ترجمه هم بخوانن، دو سه ترجمه هم بخوانن که یک موازی بشه ترجمهش و بالاخره بین خود نظر بدن، نظرات خودشان رو بیتن نظر بدن اثر قرآن، بحث های قرآنی شاید هم اشتباه کنن، مگر اشکال نداره اشتباه باید. یعنی مخلصانه قرآن بخوانن که بفهمن که کلام خداوند چی گفته است، تا ای که اینا برن و کلمات را که ایچ نمیفهمن اوراد میگنش، یعنی اکثر چیزهاییست که میخوانن ایچ نمیفهمن که چی است، او اصلا من فکر نمی کنم سودی برشان داشته باشن. ای که با هم جمع استن و خواهر و گرم با هم دیگر احساس میکنن، گرمی احساس میکنن و نزدیکی احساس میکنن سر جایش، اما او هم باشه منطقه از قرآن بیشتر استفاده بکنن بسیار خوبتر از تایی که دنبال همچون چیزا میرن. اونا اصلا قرآن کریم اونا رو تایید نمی کنن، مگر اینکه ما در سال داشته باشیم که قرآن کریم بیشتر بخونه و قرآن بیشتر بیاموزن. و اگر هم تو یک چیزایی باشه با داده که دو سال میتونن که نیم قرآن فهمیده باشن، شاید 4-5 سال دیگه میگن که قرآن ختم عبور بکنن از قلی اک بود. ولی چون گفت شما رو متعید میکنم، ولی چون بسیار زیاد شده یک تعداد خانواده نارام هستن است، از البته برادرهای ما از ما خواهش کردن چندین بار ما میره باز شما رو که روز دعوت کردم سر این موضوع صحبت میکنیم که خواهرهای ما متوجه از این کار شوند. یعنی طور سال اگر فرض محال مردا همی کار کنن، زن اولاد خود بگذاره برس بر دو نمیره، هر شب یک هر میره نه رفته هم که رفیقه ها خود ساز میکنن کاملا با زن اولاد خود اعلام میکنن رسمیگه و این چقه شما را خانما را شما را چقه متاثر خواهد ساخته می حرکت شوهر شما. ولی چون فرق بین ازی و که برای موسیقی گوش کنه و شما چون ایره بیسه مذهبی میتین، اگر نقد کنه میگه تو کافر هستی، حتی بسیار خانم آقای میکنه، من اونجا برای ساز نمیرم، من خود میرم اونجا خود ختم میکنم، دعا میکنم برای تو و گروه بابه و گروه ننه برای کل تان، من اونجا دعا میکنم تو هنوز خوشم باش، من اونجا میرم. ولی که در اون خانه از ضرورت است که در شب رخصتی زن باشه، شو یک توقع داره یک پلوک برش پخته کنه که بیشی نده که در اولاده خود زیر انگ میزنان زن ساعت از شش بده کاسه و دیگه زیر بغلش برو که نمیری رفته و مانده و چیزی اون که بگویی در چار کتام کافر میکشی. والا نکته مهم است، اگر قدر زیاد باشه من متاثر هستم که تو زیاد باشه. این من گفتم فکر میکنم سه ماه هر سه ماه یک بار بازم اشکال نداره، اما برای زن و برای خانواده، برای خانواده محیط گرم خانواده بهترینش است واقعا که بتانن این فضا رو در محیط خانواده خود اینا آماده بکنن. اما صرف نظر از او کار، صرف نظر او حق دارن که خانم‌ها یک بار فرزند با هم دیگر هم مجالس داشته باشن، اشکال نداره در اون موقع شاید بتانن شوهرها هم پروگرام‌های خود داشته باشن یا اولادا پروگرام‌های خود داشته باشن، میتونن که با هم دیگر هم آهنگ بسازن اینا را.
اما زیادش که اگر هفته یک بار باشه یا حتی ماه یک بارش فکر میکنم زیاد است. من میشناسم. اما به اون صورت اگر داره که زیاد است اگر داره باید اما هفته یک روز آخی که تا درشان شد هفته در روز هم میکنند خود این نیونی زیاد بر صورت اون مربوط خودشان میشه و چون ایره از زبان شوهرهایتان براتان گفتیم من این مشکل ندارم خانم من کار میکنم میاد اون رو از رو به چیزاست بود و اون مقصد مصرف نیست ولی چون خواهش یک تر دوستا بود و واسه سبب ما از نگاه خود همی بیستیم از لبی شما گفتم که در هر چیز زیاده روی اصول اسلامی است نباید زیاده روی کنیم بر صورت واسه سبب یک موضوع دیگر هم میخواستم سرش صحبت کنیم با شما واسه سبب محترم ما افغان ها به صورت کل میگیم ما صحبت هم به صورت کل سر خود خانواده های افغان است ما بسیار مردم دلسوز خیاندیش هستیم دل ما بسیار میسوز یک چیز را که در سوشال میدیا در تلویزیون میبینیم یک طفل غریب میبینیم یک حادثه میشه حتی خدا شاید اسم مرد خود ما بعض وقتا یک حادثه را میبینیم عشق دور میخورد در چشمه هم یک طفل را که میرون در گریان است از فقر گرسنگی ناراحتی ما دم آنی خود عشق میریزم خدا شاید اسم خودم بیرون از بیراده عشق تو نیست که ما باید چرا من باید تاگم باید چرا عشق بریزنم ولی یک تعداد کسایی که ما ایرم باز شما را از من بسر پیسر چیش میرم از خیلی بیش مرده بیش که شما را بسر ایزی چیم بسر کنم این صحبت خود کمک کتر مختصر میکنم یک تعداد افغان های ما که در اروپا و امریکا زندگی میکنن واسیق صاحب هر کس فامیل هایی داره در افغانستان و مردم از اونجا توقع کمک دارن ما بهشون باید کمک اقتصادی کنیم اگر اونا ضرورت دارن یا ندارن ما که پیسه کار دارن ندارن همین توقع خوش نیست که باید پیسه برشون بیارید بله بدون از اینکه ما در اینجا چقسم کار میکنیم چقسم پیسه پیدا میکنیم و چقسم پیمنت خانه میتیم پیمنت موتر میتیم رن میتیم تکس میتیم ولی یک مشکل دیگه ای که هست که در بین زندگی زن شوهری بعض افغانای ما اگر مرد میخواه کمک کنه فامیل خود در افغانستان فقان زن مبره اگر زن میخواه کمک کنه فامیل خود مرد فقانش رو آسمان میرسه و کمپلین میکنه که ما این پیسه رو مفایدان نمیکنم عرق میریزم دیگه میکنم دیگه میکنم میکنم و با این که آدم میفهمه در اونجا نیاز هست ولی یک تن مرد نیاز نداره ما برای شما یک قصه واقعی زندگی خود برادان میکنم ما برای فامیل کمک میکنیم فامیلی هست که مربوط فامیلی من بود در افغانستان یعنی وقتی یاد تلفن هم ما صحبت میکنن نتو میشد که دمیجی به ترچی که داریم تیز روان کنی که واسه نگی نمارن نه ولی امیر ما هم سالها کمک این در یکانه یک سال یکونیم سال یکی از روزا این برای من تلفن کرد گفت تیموشا جان گفت بسیار عاجل یک پنج هزار دلار جمع که او روان کنه ما مالا گفتم که خیرت خوب باشه گفت تو روان کن پیسه مخیر جیلی پرسان کردم که مریض است کسی مرده فوت کرده چی گفت شده که تو پنج هزار دلار بود زلال من افشان پیزه از افغانستان گفت من برای پس زنگ میزنم تو ببین تا سبا رو ببین چی کدر میتونی خب من برای فامیل بودم گفت گفتی از این تو برای سی خواهد ما پیسه رو هم میکنی نه حالا خب باز از هزار دلار دیگه پردیم که بازی رو هم کنیم پنج هزار دلار یه پرسان که چی کار داره تا پرسان نگوید کار خواهد ما پیسه رو هم خب بازی که برای مثلا با تلفون کنیم سبا شد چی کار داری پیسه رو گفته تر از که خانه رو ما پیدا کردیم کونمور ما یک لک پینجا هزار دلار میخریم یک پنج هزار پیش کم است ما بیم یک لک چل پنج یک لک چل پنج هزار دیگه نیوره گفت جنگ کردیم گفت خانه پدرت خراب نشد ما چل سال از دمی کاستیم گفت سی هزار دلار نفرگانه از اون بابات فامیل گفت که برای یک رو فکر از روان نکنه با او خاطر بعضی کسا هست ولی مشکل دیگه است که خدا که خسته نساخته باشم تا نسی که یک همین خودی کمک کردن هم در افغانستان از در بین زندگی زن شوهری بسیار پرابلم ها رو خلق کرده به خاطر از اینکه بعضی ها یا شوهر راست است یا خانم راست است بسیاری ها در این خود از نیمی امریکا مشکلات دارن که باید بر خود یک خانه بخرن زندگی خود جو کنن برای اولاد خود پس انداز کنن پیسه کالج شد این یه هزار یک نوع مشکلات مصارف دیگه است که باید متوجه از این هم انسان باشه اگه تانیستی یک پیسه اضافی داشتی برو کمک کن نو پرابلم ولی که تو
آینده اولادت سرنوشت خانه‌ت در خطر بندازی که من می‌خوام کمک کنم که بر ما خدا خیر بده و ثواب تو آخرت ما خوب شه. هیچ ثوابی داره از نگاه آخرت که تو خانواده‌ت از نظر بنداز که تو خیرات کنی که ثواب آخرت خوب کنی. ببینید والا من می‌فهمم چه توضیح دادین واقعا بسیار درست است و خانه و خانه اول اونمو زن شوهر اولادای است در روز زندگی میکنن باید ما مرفه باشن زندگی از اونا تامین شود و اگر انسان میتونه کمک را برای فامیلای خود یا برای فامیلایی که نمیشناسه در وطن هر کسی که میتونه کمک بکنه اگر یک مقدار اندکه که شاید هیچ صدمه به اقتصاد خود خانه و خانواده نزنه واقعا میتونه کمک بکنه اشکال نداره یک مقدار کم و اون کسایی که مستحق باشن باید. چرا بعضاً تو فکر میشه که همی که فامیل است باید فامیل حتما کمک کنی اما فامیل اگر زندگیش خوب است اونا نباید کمک شن کسی دیگه که زندگیش خراب است ولی از فامیل نیست اونا باید کمک شن ولی کسایی که نمیشن اونا کمک شن چرا یه قرآن کریم که یاد میکنه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم در اموال انسانایی که متمول هستن زندگی خوبتر دارن حق مشخصی برای سائل و محروم است کسی که سوال میکنه گدا است یا محروم است ندارم و چی داره یعنی او اگر در فامیل باشه فامیل حق اولیت داره در وطن ماشو اگر فامیل هم به اون سطح احتیاج باشه اونا حق اولیت داره اما اگر نباشه هیچ بر از اونا نباید کمک شود برای کسی که مستخص کمک شود و یا نه که 5000 داره اصلا مگر اینکه انسان میلیونر باشه و ازش 5000 معلوم نشه اما میلیونری که شما 5000 درآمد بسیار پول است که آدم پیدا بکنه و اینا دیگه ایره باید مراد شد چرا یک تیر بسا چیزایی دیگه هم شنیدیم که در امون افغانستان آرسی های بسیار مجلل صورت میگیره آرسی های مجلل و در پالی آرسی های مجلل امی زیورات که استفاده میشن میگن دستاز که از کرای تلا و اینا پر است اصلا چوری ها و این آن خب از کجا میده کلش از اروپا امریکایی که پول روان کردن بر شما اون چیزها رو گرفتن اونا ضرورت نداشتن کم چیزها رو بگیرن بله ضرورت دارش نه او غریب بیچاری که محتاج است اونا باید ازش استفاده کنن زی پول اینا نه کسایی که بتانن سرپاک و زیور پوش بکنن اصلا اسلامی نیست خدا خب این مشکل است در افغانستان ولی من تا من کسی هم شنده بیم از پیغمبر بزرگوار میگه وقتی یک خانم میفهم که مسق قصی ها نیست ولی من میده یک جای خانده بود که یک خانم پیش پیغمبر خدا رفت که شکایت داشت از شوهر خود برس گفت که چی از شکایتت گفت که گفت می شوهر من هیچ شب خانه نیست گفت من که پرسان میکنم کجا هستیم یک مانده مزید که پیغمبر خداست آره این شواری من که تمام شد که تو باشه قدیمت چی وقت باشه بس پیغمبر میگه آدم خواست و سوال کرد که تو که زن و فرزند اولاد داری گفت چی میکنی در شمه این و من میگم سخنان تو را بشنام خدمت تو را کنم خدمت دینم گفت نه اول خدمت خانواده تو باید زود خدمت دینم این حدیث خوب است این حدیث است که گفته که هر کس حق داره تو هم خودش یاد میکنه پیامبر گرامی در این حدیث که اگر حدیث درست باشه مبارکات میکنه که یعنی ما پیامبر هستم ولی خانمم سرم حق داره جسمم سرم حق داره که استراحت بکنم خانمم سرم حق داره که باید امرایش باشم دوستا و اقارب و میمان اینایی که داریم حق دارن تمام میشه کل حق هر زی حق را ما باید ادا بکنیم نه اینکه همه را بگیریم در یک جایی که ما در مسجد آمدیم خدمت مسجد را میکنیم نیبون خیلی در صورت نباید ازدواج میکردیم کاملا مسئول ها مسئول ها چیزا را آدم میبینه همین عوضیس یعنی محکول میبون به نظر میرسه انسان باید منصف باشه راستی اونجا خانم اولادا همه انتظار دارن که شوهر چیست و شوهر رو میگه من مسجد است شما مسجد چی میگه یک نماز برو بخون پنج دقیقه نماز میگیره وقت بخونی پیاس ولی اونجا یک دوست ما نشته کده آقای دیقانیار دوست چوپان مادر سلام مادر خدمت محترم تیمورشاه جان و میمون برنامه تان یک خواهش دارم تیمورشاه جان اگر از دیگر علمای دین هم مشکل متباقیش چی نشته دعوت کنید تا بتوانیم از همه بیاموزیم زیرا اسلام دین تحقیق و حق و اندیشه است امیدوارم که از امریکایی های مسلمان شده که در این دین شوند دعوت میشه در برنامه وزین شما هم دعوت شوند که برداشت آنها از قرآن و حدیث چی است ما دوست عزیز باید تیره برتان بگویم که ما
اینطور نیست که ما از دیگر کسایی که به حساب ما کسایی که وارد هستند در مسائل دینی ما یک همه کسار به آسانی گفته نمیتونم عالم دین بخاطر از اینکه عالم دین بودن به نظر ما خب نمیخوام سر جرباز کنیم دیگر جنجال دیگر نریم او رو میمونیم دیگر گوشه در تاق بلند به صورت کل ما یعنی با بسیارشان که صحبت کردیم حاضر نشدن که به انده برنامه چون میفهمن که بعض از سوال های باز برخواد خوردن که حتی شخصی بر ما صحبت گفتن که اگه بیم تو سری موضوع گپ بزنیم ما نمیخوایم گپ بزنیم متاسفم بخاطر از اینکه گفت باز موقف خود ما رو خراب میکنن این حاضر نشدن یکی دو سه نفرشون که من رسما گفتیم بیم میشناسم شما دوستای ما اصلا نشدن ولی خب به نظر ما شاید غلط نگویم بس یعنی دین قرآن عقیده است و مطالعه کار داره و آدم بیاموزه و راه زندگی خود پیدا کنه حتی به نظر من ما این ضرورت نداریم به عالم دین که ما همیش از عالم دین بیاموزیم یعنی کتاب قرآن است به هر زمان و هر لسانی ترجمه شده و هر مشکلی که بر بخوریم این رو واس کنیم بخوانیم و زبان خود ما برای ما خدا میگه که چی باید بکنیم ولی بعض وقتا ضرورت به این میشه که انسان راهنمایی کند از بعض چیزایی که آدم بسیاری ها نخواندن یا مشکل دارن و اون خاطر مال ما امروز سر مسائلی که صحبت میکنیم یعنی کلش به خاطر از این که در اجتماع ما بعضی چیزایی که روانه است چون از دین خود آگاه نیستن و نمیفهمن همین که تشریح میشه به زبان خود مردم ما ممکن مفید واقع شد بله یک درمی به می ارتباط دو نفر از دوستا که البته مستقیما با ما امرای ما به تماس شدن گفتن که چرا فرزن ما اختلاف نظر که داریم با دیگه وایزین و مبلغین در بسا مسائل اختلاف نظر که هست چرا یک روز نمیشینین امرایشون صحبت نمیم گفتم که برادرهای مستم ما برنامه ایمه در اختیارشان از بیاین بیشینن صحبت بکنن منطقه یک شرط مدارم و شرط چیست که قرآن اساس کار ما باشه اگر قرآن اساس کار نیست و ما از قرآن بگویم و او بگه که نه حدیث طرفایی میگه خب ما اصلا ما کاملا در دورهای مختلف هستیم یک برادر باز گفت من امروشان صحبت میکنم پس دوباره زنگ نزد والا یا معلوم شد که حاضر نشده و در دفعه دیگه یک تن از برادرهایی که ما از این جنوب کالیفرنیا آقای بچه حضرت بچه حضرت ولی مجددی که هست بچه حضرت ولی جان دمی آرنج کم دیست با مو نیت پاک که داشت یک روز زنگ زدن امروی من به تماس شدن و می نیاد کردن که چرا با همی کسای دیگه با شخصیت های دیگه نمیشیدیم من گفتم چرا نیم برادرای ما سن بیان شما می کار بود حتی اونا گفتن که من خودم به مصرف خود یک برنامه میگیرم به تلویزیون مسکینیار برای دو سال برنامه شما من میپردازم و من گفتم بسیار خوب برام زنگ بزنید تا این روز دیگه معلوم نشد یعنی حاضر نمیشم و من گفتیم که قرآن اساس کار است چرا اگر قرآن اساس کار نباشه خب من اصلا متاسف هستم من چی کردم میتونم من از قرآن صحبت بکنم و او بگه که یه حدیث این قرآن منسوخ شده این آیت منسوخ شده ما اصلا دو دین داریم اصلا در صورت داریم. یک دین ما یک دین نیست دو دین داریم دیگه در غیر از اون با این روز یک چیز دیگه هم هست تیمورشاه جان اصلا که واقعا امروز ما در این شرایط قرار داریم قرن 21 و هم در غرب و امروز این امکانات که ما داریم چرا با هم دیگر نمیشینیم صحبت کرده نمیتونیم اگر ما نمیتونیم صحبت بکنیم شاید سر خود ما اعتماد نداریم با کلی درست میگن و یه چیزی است که بسیار یک مشکل کلان مشکل کلان مسلمان ها یک چیز هم یک دوست ما فلورانس افغان هستین اگر مو سوالتان اثر دوباره مشتاق کنیم بخواد اگر بس پیش ما بالا رفته پس آمده نمیتونم سرزه به شما تشکر میکنم شکلا جان هم تشکر که بینید برنامه هستین آرج احمد به شما هم سلام برسه و دوستا امیدوار هستم که برنامه را با دوستایتان شیر کنین تا اونا هم ببینن و تا که این برنامه بینید های دیگه هم باشد تتی ما و اونا هم از برنامه لذت ببرن که امیدوار هستم شما هم لذت ببرین اگر من کامنتای شما رو تیز خوانده نمیتونم شما مرا با بزرگواری تان بخشین شما نیاز دارید میتونم کاملا خلاف آیات قرآن علی احمدی نشکر شما نیاز دارید با عالم حرفایتان کاملا خلاف آیات قرآن است آیا کسانی که نمیدانن از آگاهان بپرسید
من این فهم که هدف شما چی است علی احمد شما نیاز دارید به عالم عالم حرفایتان کاملا خلاف آیه قرآن است و اینا دیگه ما بفهمیم که امیر اگر بیایی دلائی نشته کنی که کدام گپ خلاف قرآن است که امور ما اگر غلط گفته باشه وسیق صحبه ما ما تحصیل کنیم ولی که خودت غلط میشنوی و میخوایی که غلط بفهمی این مربوط خودت است این مربوط به ما نیست و از اگر کدک بخواه آدم یا گپ این مربوط انسان است که اگر گپ خوب میشنم یا خراب میشنم ولی وقتی که خراب شنید رو خراب میفهمم اگر خوب شنید خوب میفهمم به او خاطر مشکل در ما نیست مشکل در فهم شما بعضی کسایی است که ما تصور میکنین ولی زیبا همیست پیشتر واسه سب گفت که اگر شما سر هر چیزی که نقد دارین یا گوی قرآن نشته کنین این جای مشکل دارین مشکل کلان این برادر خواهر ما معمولا چون تعصب دارن اگر تعصب از خود دور کنن قلبای خود باز بکنن که حقایق بگیرن و اگر چیزایی که واقعا راستی هم فکر میکنن که ما اینجا ششتیم و یک چیزی میگیم که با قرآن کریم مغایرت داره خب امون نوشته بکنن قدر اگر داناست فهمیده هستن از قرآن آگاه هستن اگر ایره نوشته کنن قرآن قرآن تو یک چیزی میگه هستن یا معقول به نظر چیزایی که ما میگیم کوشش میکنیم که معقول تنه هر چیزی که معقول است اسلامی است بردی که همین اسلام عزیز ما را دعوت کرده به عقل اینا افلا تعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون اینا آیا عقلانه فکر نمی کنن آیا اندیشه نمی کنن اینا تمام چیزایی است که ما را خداوند بیشتر از 50 جای در قرآن کریم همین کلمه تعقلون و یعقلون یتدبرون اینا اندیشه اینا آمده و ذکر شده یعنی ما را به سوی عقل و خرد ما دعوت میکنه قرآن کریم به می خاطر هر او چیزی که معقول نیست ما اون اسلامی نمیدونم برزی که وقتی یک چیزی که معقول نیست قرآنی نیست وقتی قرآنی نیست اصلا اسلامی نیست برزی که ما اساس کار ما قرآن است چرا ما با هر کار ما مسلمان هم میکنه غیر تعقل و با تاسف عقل اصلا دور زده عقل خود این باشیم برادر ما یک سده خواهر ما سوال کردن شخص دعا برای محبت زن و شوهر و مشکلات در بینشان پیدا شود دودی را و طالعی را بینن کار خیر است منظورشان از ایست که اگر بین زن شوار دوا بین زن شوار کدام مشکل پیدا شد یعنی میدونن تعویز بگیرن و دود کنن و دعا کنن این مشکلات زن شوار گم شد بخیر مگر زن شوار اخلاق خود خوب کنه که جنگ دعا بهترین دعاست ولی نظر واسیق سوا شما چون سوال کرده کاملا درست است ولی اصلا خانما ببینیم قرآن کریم در مورد خانما سوره بقره است آیه 187 یاد میکنه که هن لباس لکم و انتم لباس لهن زنها مثل لباس با شوهرای خود هستن به شوهر خود هستن و زنها و شوهرها بگویم اینطور به این معنا زنها و شوهرها مثل لباس به هم دیگر هستن مثل لباس نزدیک هستن دو موجود نزدیکترین دو موجودی که در جهان هست زن شوهر است واقعا بعد از ازدواج و اینا نزدیکترین کس ها هستن اینا باید خودشان نه تاویز کار دارن نه تومار کار دارن نه دعا کار دارن هیچ چیز کار ندارن اینا خودشان میتونن زندگی خودن درست بکنن خودشان هم با احترام با یکی دیگر با صمیمیتی که دارن با یکی دیگر و از یکی دیگر باید بشنون معقولیت ها را قبول بپذیرن قبول بکنن صحبت بیشتر بکنن و انتقاد باید شخصی نگیرن باید انتقاد ببینن که یک چیزی انتقاد یک چیزی بهتره اگر جواب داشته باشه بتونن ارائه بکنن هر دو باید بپذیرن در اون صورت حتما زندگیشون بهتر میشه تا اینکه دعا بدن دعا نمیشه اصلا چی یا دعای چیزا نمیشه درست خواهر رو ما کلیم سوالشان رفتن متوقعی هم داد دنبال هم داشت نظر بود که در مزار شریف در حوزه مزار شریف مردم و خصوصا خانما برای رفع مشکلات و محبت و دوستی میرن اونجا دود فقط نشته میکنه با دود میکنه و دعا میته و باز میگه انشالله که مشکلات کوتاست انشالله امید به خدا است همه چیز درست میشه اینا خرافات دیگه یعنی میسه ما هرچیز در گردن خدا مندازیم جنگ هم که میکنیم نگه خدا و خدا و خدا و میربان از برو نه ولی ما اینیم تقل پیشتر گفتیم کامله مشکل ما افغانا و خصوصا در خانواده اینیمی است که ما هر کار میکنیم تقل نمیکنیم سر موضوعات فکر نمیکنیم که مقبولیت کار در کجا است و در کجا بعد سر موضوع تعقل
گب آمد یک موضوع دیگه هم واسه می خواهیم کردش من شما مطرح کنم که ما گوستن کسایی که در افغانستان تولد شدن و در اینجا به اکسن 20 هم آمده باشند با در زیر امید جنریشن نوی اول امریکا در افغان در امریکا ما با یک مفکوره و فرهنگ و یک بخشی از دست مرواجای بسیار خوب و خراب افغانستان هم در پیش خود کرکری کردیم هر دوش مو آولیم کردیم خود دمیجا ما یکان در سرش آواز میکنیم یکان چیز میکشیم که ببینیم که در افغانستان چی گفت بود و در این طور وقت در این زمان و اینجا مردم زن و اولاد و دیگر دیگر ما روزا یک چیز را ریسرچ میکنم در کمپیوتر و یک چیز برخوردم و صفات شمایان بود یک طفلک 8 ساله در استرالیا این تکلیف همین منگول میگیم ما با حساب منگول بود و در این مکتب طفلک بسیار اذیت میکنن بولی میکنن بسیار و این طفلک آمده بود خانه بسیار وقتا و عصبی وقتی که آمد این دمی کارخانه دوید و رفت یعنی خانه از یک کامرای سکریتی داشت این برداری کرده بودم و این رفت کمی کار دمی کنید کار دمی رو که مادر جای کار دمی دویده دامنه این رو محکم ده کار دمی چی میکنی که من خودم میکشم گفت چرا میکشی؟ گفت که بخاطر از اینکه من دیگه تعمل این می بولی نه یا آزار اذیت میگه ما مثلا در مکتب از طرف من بچه 8 ساله به این مفکوره ای افیده که باید از مادر خود پرسشلس مادر خود مرا بکش میگه میگه بگیری کار ده مرا حلال کن بگی مرا بکش طفلک 8 ساله ما این بسیار یک سودای بسیار شدیدی در خود میدیا آسکت که تا اونر پیش های سینما داخل انوال شدن در این موضوع و بسیار جدی گفتن که باید یک کمپاین درست شده برای پدر و مادرها که چطور بتانن اولادای خود تربیت کنن و آگاهی بتن که همین بولی و آزار اذیت ری که یک آدم یک تکلیف داره یک طفل مریض است این میره باید آگاهی داده شد بر خانواده ها که بر اولادای خود هر روز باید گپ بزنن که این یک طفل 6 ساله چقدر 8 ساله از اذیت شده که میخواد خود بکشه ولی در جامعه ما این بسیار مهم ماما سوال بسید شما با سر زیر تفسیر کنیم در جامعه ما ما پدر و مادرها اولادای خود بولی میکنیم حاجت به این نیست که کسی دیگه در بیرون آرام بولی کنه آزار اذیت کنه با این مفهوم که ما افغانا به صورت کل فکر میکنیم که اولاد خرد است باید اولاد خرد زده شود لد شود دیگه شود فایده داره برش بیاب شود اولاد خرد حق نداره گپ بزنه اولاد خرد اجازه نداره که سوال کنه چون ما را پدرهای ما بزرگای ما در کابل همینطور کلام کردن ما خود میادم ما حق نداشتم گپ بزنم نظر بتم خدا سر کسی زدان من تا وای گاز دانه فرگان منم میزد که توی نقه قدر تول آمدی گپ میزنی یعنی ما حق و صلاحیت نظر رو گپ زنن نداشتیم ولی حال باید ما افغانا بفهمیم که ما در یک جامعه دیگر در یک مملکت دیگه قرار داریم که در اینجا بسیار چیزا فرق میکنن نسبت به او بخشیر که ما از پیش خود کش کردیم آوردیم در امریکا باز کردیم و اینجا اولادا را بخاطر که آدم همون سلف استیمش را خراب کنی خوردش بسازی تغییرش کنی او بسیار کم جرد ترسو بزده و ترسندوک چونو داری او در یک محیطی کلام میشه که در اینجا این موضوعات وجود نداره وقتی طفل میبینه که در خانه خودش یک پدر داره یا یک مادر ظالم داره کیره سلف استیمش را پایین میکنن به عزتش میکنن این طفل برای کمکش نمیکنه که یک انسان محفق مؤثر در جامعه بروز کنه بلکه یک طفل یک انسان ترسو بزده گوشگی و از نگاه روی هم تکلیف میبینه و ما فانا وقتی که اگر یک شوالی کار میکنه زن برش میگه که عزیز دلم نکوی کاره طفلت بولی نکو آزارش نکو محبت بتشه نازش بتشه دبغلت بگی ببوسش و پدر میگه نه طفل ضرورت اولا اگر بانه مشکل توی بانکی پدر کتا دوشان میزنه خود دو میزنه که اصلاح شد اینمی راه اصلاح ما رو پدرهای منتر کرده بود اگر مادر کنه که پدر برش بگوی مادر میگه نه من رو بگوی میرم تسلی ها زده بود ولی اگر بانم این حالی یه هم از نگاه خود عقاید دینی ما شما کم حق حقوق یک دفعه از نگاه اسلام و حق حقوق یک خانواده یک پدر و مادر در باره اولاد و هم در پولی ازی از نگاه اخلاق اجتماعی که ما در اینجا قرار داریم سر ازمی شما دارم ببینم که اول بسیار بسیار مطلب خوب یاد کردیم تیمور شجر واقعا که اولی که ما همو مخچه که گفتین آوردیم در اینجا
هیچ داره ازش استفاده میکنیم هنوز افکارش در افکار ما هست همون مطالب اینا همی چیزایی که یاد کردین در افغانستان هم اشتباه بوده و در اینجا هم اشتباه است در هر قرن 20 هم اشتباه بود در قرن 21 هم اشتباه است در از اینکه اولاد واقعا همه ما شما به این شرایط کلان شدید بسیار درست گفتین که یعنی ما وقتی در محفل میشتیم یک در نفر بزرگا بود ما اصلا حق سوال کردن رو نداشتیم برادر کلان سر ما چشم میکشید پدر کاکا ماما هر کسی که میبود اصلا یعنی تو اصلا بسیار خرد هستی کلان یا کلان یک نفر بیگانه بتا در حالی که این طفل صدمه میزنه بدون شک در اونجا یک منس یک کلچر جور شده به ما در اینجا جفایی است که بسیار زیاد برای اطفال میشه اصلا و این را والدین ما والدین محترم باید این مراعات بکنن برای آینده طفلشان طفل خود صدمه نزنن و این که حقوق اولاد سر پدر مادر سر اولاد حق داره ولی کاملا حق داره و به این شکل اولاد هم سر پدر سر والدین خود حق داره ولی شما هم یک اولاد سر پدر مادر از نگاه خود اسلام بگیم ببینید که اولاد هم بیاین که اول از قسمت اول شروع کنید که پدر مادر سر اولاد بزن حق داره که پدر مادر زحمت میکشن خوری میکشن واقعا تکالیف را متحمل میشن که بسیار زیاد قابل قدر هستن بلی شک درش نیست و اولادها وقتی بزرگ میشن باید احترام والدین خدا داشته باشن درست است اما این احترام به این معنا نیست که هر چیزی که والدین بگوید اونا قبول بکنن البته موقعی که اطفال خورده هستن 100% باید قبول بکنن هر چیزی که پدر مادر بهشون میگه برای اینکه اولاد مسئولیت و اولاد نارس هستن و اولاد هنوز به سن بلوغ عقلی و جسمی و فکری خود نرسیده خب باید اولاد قبول بکنن اما وقتی اولاد جوان میشه اولاد میفهمه دیگه ضرور نیست که هر چیزی که پدر مادر بگه باید رو قبول بکنه یعنی برزی که همونطور که طفلایی که جوان میشن امروز از نظر نیروی جسمی به مراتب قوی تر هستن از پدر مادر کرده خب از نظر ذهنی خودم قوی تر هستن از نظر دانش و اینای خودم امروز و طفلایی که در اینجا کالج میرن و یونیورسیتی میرن و دانش پیدا میکنن واقعا یعنی پدر مادرای ما انتظارات زیاد داره از اینایی فرزن فکر میکنن که اگر هر چیزی که ما گفتیم در کلچر ما همینطور گفته شده بود که اگر هر چیزی که پدر مادر میگه اون رو باید قبول بکنه اولاد اگر قبول نکرد میتونه پدر مادر حق بکنه پدر مادر یعنی کلمه یک بسیار یک چیز ناجوره که حق بکنه و این اولاد رو بسیار صدمه شدید میزنه در حال که اولاد حق داره حق اولاد سر پدر مادر است که احترام شود اولاد باید احترام شود چرا اگر اولاد احترام نشد در فامیل خود احترام نشد و اولاد چطور در جامعه احترام شود میدونید اولاد وقت پدر مادر بره شما سلف استیم یاد کردین اما جرأت اشتیا بگیم که اما چی در فارسی کرد چی فارسیش هر چی دیگه هست یادم رفت اما او را در اولاد صدمه بزنن خب اولاد در جامعه واضح است که عقب مونده در جامعه کاملا به اون شکل یعنی حقوقی که اولاد سر پدر مادر داره است که همونطور که پدر اولاد اگر بزرگ شد باید پدر مادر خود احترام بکنه اولاد از اون سن طفلی هم حق داره که پدر مادر برش احترام بگذاره والا اینجا سیستم غربی رو شما بگذاره وقتی میبینیم یک طفل بعض اوقات کار دارم یک جای لنج خود در یک پارک میگیرم قرار در موتر شدیم و میبینم مادرها اینا تفلای خود آوردن که امروی طفل چه قسم برخورد میکنن اون طفل یک چیزی میگه مادر به زانو میزنه برای ششته اون اونجا امرویش خرد ساخته خوده متوجه هستیم خرد ساخته امروی از او صحبت میکنه احترام به کلامش داره احترام به صحبتش داره احترام به نظر طفل 3-4 ساله تا کاملا احترام برش داره اما از ما ولو که جوان هم شما متاسفانه ما احترام نیست که میگن والا چیز از اولاد ماست خب اولاد هست ولی اولاد یک موجود دیگه است او باید احترام شد احترام به نظرش باید گذاشته شد احترام به عقیدهش باید گذاشته شد و این که حتی اولاد ها جوان میشن کاملا یه آزادی را دارن که یک چیز پدر مادر میگن اگر میفهمن که معقول نیست و بسیار خوبیه و بسیار احترام میتونن پدر مادر قناعت بدن یا اگر قناعت هم نکنن اون نظر خود قبول میکنن قرآن کریم در سوره چیز یاد میکنه حتی در همین سوره
یک آیه از قرآن کریم بر خدمتتان بخونم در سوره لقمان است. در سوره لقمان یاد میکنه که و این جاهدا که الان تشرک بی مال ليس لك به علم فلا تطعهما، یعنی در مورد پدر مادر یاد میکنه که اگر پدر مادر چیزی براتون میگه که مخالف عقل سلیمتان از قرآن کریم در مورد شرک یاد میکنه، چون یک آیه شأن نزوله که ما شما در اول روز صحبت کردیم در مورد یک تن از صحابی پیامبر که پدر مادرشان در مکه مشرک بودن و اینا جوان بود آمد به اسلام گرایید و پدر مادرش گفت که اگر نبیایی ما تو را عاق میکنیم، به اصطلاح دیگه ما راضی نیستیم از تو اصلا. وقتی که پیامبر خدا طالب معلومات شدن این آیه میگه نازل شد که اگر پدر مادر میخواه که شما پس به سوی شرک برین فلا تو تهم، از پدر مادرتان اطاعت نکنین و صاحب هما فی دنیا معروف، ولیکن در دنیا با ایشان روابط خوب داشته باشین و حتی در این شرایط، یعنی با پدر مادر روابط خوب، ولو که شما را به سوی شرک هم دعوت کنه روابط خوب باید داشته باشین، اما پدر مادر هم این باید مراد بکنه که اولادشان صدمه نبینه. و به خصوص یک چیز یک متأکید بکنم که اولادها را از این سن طفلی قلبای پاک از اینا رو مقدر نسازن والدین، که به این معنا که بچه‌م تو مسلمان هستی که تو مسلمان رفیق شو، که تو کافر من رفیق نمیشی، مسیح و یهودی یا کافر است، اگر همچون چیز را گفتن تخم تعصب را در قلب پاک اولاد خود یا کشت کردن او را رشد میتن و اولاد یک انسان متعصب ناجور بار میره، در حالی که باید اینا بگن که با هر انسانی که خوب است، هر انسانی که خوب است، هر بچه که خوب است، با بچه های خوب، با بچه های با اخلاق، اگر مسیح است، اگر مسلمان است، اگر یهود است، اگر بهایی است، اگر زردشتی، هر چیزی که است، با انسان های خوب باید اینا دوست شوند تا خوب یک جامعه خوبتر، یک چیز خوبتر بسازن، یک دوست و رفیق خوبتر را داشته باشند. پس اینا را والدین بسیار مراد بکنند، والدین دوست‌ترین کسا بر اولاد خود است. اما اگر همچون صدمات بر اولاد میزنن واقعا جبران ناپذیر است که بر از اونا بگه که شما با غیر مسلمان دوست نشین و این چیزایی است که با تاسف والدین میتونه که بسیار صدمه شدید بر اولاد بزنن. سوال بسیار زیاد، شکر. واسه سر شما سوال کنم شخصی، شما عالم دین هستین؟ عالم دین ببینید، من خودم شخصا تحقیق میکنم، مسلمان شد در تحقیق در تمام دین، یک دین است البته، اما در تمام دیانت ها ما بگویم، من هم بایبل 3-4 بار خواندیم، من هنوز هم میخوانم، تحقیق میکنم، قرآن از بحر است واقعا که بسیار زیاد. عالم یک اصطلاحی است که عالم امروز متاسفانه در بین ما معروف شده. عالم به این معنا وقتی یک نفر عالم شده تو مردم فکر میکنه که همه چیز باید بفهمه، هیچ کس دور یک چیزی نیست. اما وقتی ما میگیم یک نفر، ما فردن اگر ادعا بکنم که ما هیچ وقت ادعا نکردیم، ادعا بکنم که عالم هستم، ما علم اونم محدودیت، اما علمی را که دارم در اون مورد که دارم، اونم که علمی که دارم، بله علم دارم، یک دانش دارم. در یک موردی که شما دانش دارین عالم هستین، نه اصطلاحا، ولی از نظر لغوی اگر بگیریم، چون اصطلاحا بسیار غلط فهمیده شده. یک کسی که خود قیافه برای خود جور کرد، یک لنگی کلان و ریش دراز خوب همونطور چاق و فربی هم باشه و خوب چیز، او یک ذره قلقلان بکنه، او را میگن عالم است. اصلا او اشتباه هست، مردم از دور شد. چرا؟ در اون صورت من برنامه که دمی هفته روزشم بیکوی گذشت داشتم که ما متاسفانه وارد شرک و کفر زیاد شدیم از این آیه برزی که خدا را قبول نمی کنیم. یک کسی را که ما بسندیدیم گپ از را قبول میکنیم، بسیار زیاد خطرناک است، برای اینکه ما را میتونه به سوی شرک و کفر بکشانه، برای اینکه ما از انسان از خدا خود بالاتر قبول میکنیم. مثلا با نباید این کار بکنیم. اما یکی مسئله عالم، من علم دارم جایی که عمرم 50 سال است، نیم قرن است که من روی کتاب بودیم، من علمش دارم، خدا را شکرم میگم که علم دارم، ولی علم یک خطری از بحر است که ما گرفتیم، چون این بحر بیکران است که هیچ وقت با عمر کوتاه نمیتونه که انسان همه چیز رو بفهمه و همه چیز درک بکنه. اما به اصطلاحش و بهترینش همین است که من تحقیق میکنم که محقق هستم و هیچ وقت خدا حالی خود به خطاب نکردیم. یه سوال به خاطر که ما آقای افغان خدا کنسل جوابتان گرفته باشیم، چون سوال کرده بودیم که علم هم خوب چیزی که واسیق صاحب گفتن، بعضی وقتا علم اساس منطق استوار می باشه و باید یک چیز پروف باشه، با علم ساینس فیزیک و اینا، یک محقق و علم آموختن یاد گرفتن اینمی
عالم علمی قرآن هستید شما تا جایی که مقدور است. ولی برای ما مسلمان ها و کسایی که مسلمان هستیم میخوایم از دین خدا باشیم، بهترین علم قرآن است. کاملا بهترین عالم قرآن است. ما باید به قرآن رجوع کنیم بدون شک. ما تو این میاله که امروز در جهان ما مسلمان ها در بدر و خاک و سر و یک دیگه خدا کشتار هستیم، از ناگاهی و بیخبری همین کسایی رو شما عالم دین میگین ما رو به این سرعت رسان. متاسفانه چون ما از این کتاب دور شدیم و به اونا رجوع کردیم و به او خاطر مشکلات معافانا زیاد هست. بایزای شما میره لینه بگیرم با واسیق سبی جو فرمه خواهش میکنم. خب ما بایدشون پس قطع شد باز میگیرم. بلی و از متین جان از شما هم یک دنیا تشکر عزیز دل ما. از آقای واسیق سبون برای شما سلامات دوستا همه اگه میرسانم عزیزتان تشکری میکنن، میگن از واسیق سب یک دنیا تشکر که آمدن لطف کردن. خب بسیار یاد اگه بایی اخترس میگه اگه انسان نباشه میج مذهب بدر دیما نمیخوره. و فرسته جان بار مشکل هم موضوعی که بتیم بینگیسی اعتماد به نفسش رو حولاد خراب کردن. بله همون سازتی بخیرم اعتماد به نفس. بسیار تشکر فرسته جان فاری گل مکنه آجی غلام سلام خدمت شما تیم چار جان. از آقای واسیق در این باره نظر آقای واسیق در این باره کدام باره رو میگن کنار دوستا بعض وقتا دوتر سوال میکنن. اگر شما آجیز چیجان پس مشتک کنین سوالتان آجی غلام فاروق باز امشالا پس سرش دوباره صحب چی میکنه از واسیق سرپرسان میکنم. واسه همه دوستای زیگ جمیل جان رستانی شما هم یک دنیا تشکر از همه دوستای کسته عدلتیب جان از همه شما تشکر و امیدوار سنگ برنامه را با دوستایتان کلتان شیر کنین و هر کدام دارم تو مایک دارم بزنیم چون برنامه ها واسیق صاحب میمان عزیز ما هستن و موضوعات جالب را واسیق صاحب هم سرش صحبت میکنم. ما هم ازشان معلومات میگیریم، ما هم آگاه میشیم و شما هم همین دوست ما رو بگیریم به جز شما هم مرمانی کن. شما رو لین هستیم جنابی آقای حسن سلام احترام به شما و محترم آقای واسیق تقدیم است. ما هم بسیار برنامه جالب و خوب است، بسیار آموزنده است برای جامعه افغانستان. ما نمیخوایم که خدای نخواسته برای شما لکچر بتونم که شما خودتان و آقای واسیق و مراتب بیشتر میفهمین در این مسئل، ولی ما میخوایم که یک تذکری داشته باشم به صفت یک افغان که جامعه ما صرف از 40 سال بیتر صرف شامل یک سلسله بدبختی ها و نارامی های روحی شدن صرف که از مملکت فرار کردن و چی در داخل است چی در خارج است، اینا مشکلات روانی هم دارند، هم در خانواده ها و هم در اجتماع این موجود است. و بهترین وسیله و توصیه ای که میتونیم بکنیم برای فامیلای افغانی که رجوع شود صرف دین مقدس اسلام و پرکتس یا عمل از او بسیار مهم است در حالت روانی ایشان که پس بهبود حاصل کنن و در هر مسئله زندگی خود از صبر و حوصله کار بگیرن. ما خودم به تقاضا میکنم از تمام علمایی که در رابطه دین صحبت میکنن که از نگاه علمی صحبت بکنن که تمام پدیده ها و وظیفه و مسئولیت انسان و زیست انسان در این جامعه چی ارمغان میتوه بر انسان که تمام پدیده ها با رابطه که با وجود انسان دارست که چطور رابطه ای قائم شده. این بسیار مهم است که در این قسمت تحقیق و جستجو شود. و بعضی وقتا سر خود ما یک دو اولاد دارم سر این بچه خودم بچه کلانم تا بسیار فاکتایم خود در مسجدم کار میکنم و بچه خود یک روز آمد گفته ما رفیقم میگه که ولا ما به خداوند نعوذ بالله عقیده نداریم و اینا، گفته اونا میگن که پروف بید. باز من برش گفتم که پروف خوب بسیار ساده است برای از اینکه تمام چیزهایی که ما میبینیم در محاول خود ایرابطی از او صاحب ایموفیدیت از او صاحب و طبق ذهنیت ما شما آراسته شده است که خودش یک پروف کلان است. اگر ما بخواهیم که در خود امون حالت جسمانی خداوند
صحبت بکنیم، او را خود پر بر خود مجسم بسازن در ذهن خود سر، او در ذهن ما گنجانیده شده نمیتونه. اگر می بخواهیم که او را بگنجانیم، او خداوند نیست. برای که وجود خداوند سر یک وجود به انتهاست. ما میتونیم در قسمت صفات الهی که مثلا رحمان است، رحیم است، کبیر است، وقتی که در قسمت کبیر ما فکر میکنیم و رشته های ذهنی ما را با کار مندازیم و آنقدر عظیم و کبیری است که عمی رشته های ذهنی ما در یک انفینیتی امور لاعتناهی محو میشستن به انتهاز. و این جهانی که ما در محاول خود میبینیم ستاره ها و اینا کلش به حساب است و به انتهاز. این حیرت انسان است که در انسان در حیرت به وجود آمده، در حیرت زندگی میکنه و در حیرت از این جهان رخ میبنده. ما میخواییم که همین مسائل دینی هست از نگاه علمی بررسی شود که تمام علوم در او شامل است و بدون از او سر نمیتونیم سر که با قدرت و عظمت خداوند ما برسیم. ما فقط معذرت میخواییم که اگر خواهش میکنم، خواهش میکنم. ساز یا چه خواهی نام سال صحبتاشون شنیدم و سپس داریم برشون. من میخواستم اینجا چون برادر ما واقعا بسیار صحبت خوب کردن در این مورد که از شناخت خدا و از این مسئله. قرآن کریم در سوره زاریات یک جای یاد میکنه و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، آیه 21 سوره زاریات. یعنی در خود اینا مشاره کردن واقعا که ما امروز یعنی خدا موجود است که ما هیچ کس دیده نمیتونه و هیچ وقت در هیچ کتاب آسمانی اترک چیزی گفته نشده. برای که ما هم ظرفیت نداریم و خدا رو دیده نمیتونیم. حتی قصه حضرت موسی علیه السلام بود که بعد گفت من ربی ارنی انظر الیک، من میخوایم به سوی تو ببینم. گفت قال لا ترانی تو دی من دیده نمیتونی ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فثاب ترانی. خب قضیش از دوستا خبر دارن، اما ما خدا را میتونیم، آیات خدا را می خدا را در هر جا ما میتونیم ببینیم. همین آیه که یاد میکنه و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیات کافی برای کسایی وجود داره که خدا را یقین بکنن. در هر جایی که ما میبینیم، در یک باغ میریم، در یک بستان میریم، در یک شب تاریک به طرف آسمان ها نظر میکنیم، واقعا تا قرآن کریم میگه و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفسهای خود شما خدا را نمیبینید. یعنی وقتی انسان خدا بشناسه، خدای خدا بشناسه، که این سیستمی که ما داریم، ما منعیس یک انسان و یک موجوده که واقعا شما فکر بکنین چقدر یک موجود مغلق است همی خود انسان. یعنی همی و انسان خدا وقتی بشناسه واقعا خدا را باید بشناسه. اما اگر کس انتظار داشته باشه خدا را ببینن، خدا جسم نیست که را ما ببینیم. از عظمت بزرگی الله ما حالا را میبینیم کاملا و ما هر لحظه در وجود خود میبینیم، در وجود خود و در کائنات و در اطراف خود میبینیم. خودمی ما بعض وقتا بسیار تر موضوعات محصه را خوش دارم که تحقیقاتی که میشه در بسیار عالی و ما او را میبینیم. یعنی خودمی سرعت و عرقات سدی تمامی کهکشان ها، سیاره ها، خودمی زمین به دور آفتاب فکرینش 67 هزار مایل پر ساعتی سرعت داره و ما هیچ احساس از این نمی کنیم که در کجا هستیم و ما یه بی زمین به چی سرعتی میچرخه. نفسش خطا میخوره، نه آدم خطا میخوره. یعنی همینطور مثلا 2600 مایل ماتاب و این چیزایی است که و کلشان هم در یک کنترل است و همه چیز در یک نظم است و این نظم امروز به خود ساینس میگه که بدون از اینکه از یک جایی کنترل شوه این غیر ممکن است. بدون شک هایی که باز بین سر انسان و ساختار انسان ها صحبت میکنن دیگه میکنن. و چند وقت پیش باز یک دوستای مجربه هست داشتیم سر امی تکامل و چیزا کرد میزنن که تکامل از آن واسه به داروین که مرمون قصه فیلسوف سایب است که کرمکک بودیم، کرمکک پس نگه شدیم از دست دایناسور شدیم، شادی شدیم آدم شدیم، سر از این جربه است میکنیم. من گفتم اگه آدم خوب اعال امون نظری داروین هم مثلا
عمو فلسفه هم آل امروز خود بیولوژی ردش میکنه بخاطر که تکنولوژی و طب و طبابت بنداری سری شده که خود همین دینه انسان های تا امروز یا نمیفهمند که چرا هر انسان یک دینه مختلف دارد و چرا دینه نمیمارد. یعنی تمام علما سر از این کار میکنن و نشان انگشت انسان ها رو میگه چرا هر انسان متفاوت نشان انگشت دارد و یه چیزاییست که از نسل شادی نمیشه دیگه. شادی میبینی کل ما هر رقم شادی میمونه واقعا در اونجا در اون بس نمیره بگوازه این جدا بود تا محتلایدیس بود تا دوست ما رو بگیرم که روی لعن اصل لعن ایمان شما روی لعن اصل میره بونی کنید. سلام علیکم تیم و سلام محمد سلام احترام دارم خدمت شما. سلام سلام محترم سلام محترم دیدینه در خوبی ماستن واقعا موضوعات بسیار زیاد در امید جامعه و وسیق صاحب شما موضوعات بلند میگید لیکن ما نافهم مردم دیگه با وان دادیم خدا نکنم خدا نکنم خدا نکنم محترم هستین شما من لیکن هدف در اینجا که وسیق صاحب همین تا به حال که همه قدر انتقادات میشه ولی فعلا همی سوالی که ما همیانی نمی دلنگش ما میخواییم از اتان به مفهوم هزی که شما تشریف دیگه که ما یاد بگیریم مثل یک شاگردتان بفرمای خواهش میکنم. وسیق صاحبت یک مسئله است که همی خود علم در دین جایی نداره گپ ما گپ ابن خلدون است میگه چرا؟ برای از این که تو اعضای عقیدت خدا نمیشناسی ایمان به خدا و روز قیامت این همی تکمیل ایسان میکنه که تو میشناسی روی عقیدت هست اینان زمانی که تو در علمی در جاری خواه پیش تو سوار پیدا میشه وقتی که سوار پیدا شد آلت متردد میشه ابو فرمودی از این در اینجا آموختم که به اصلاح گفت که خود امی آموزش و آموختن و این همینا آلت دینی میره که میخوایی یک آگاهی و یک آموزش پیدا کنی اما مسائل دین مسائل سبوت هست تا که تو یک فرمول نداشته باشی یا در کیمیا و یا در فیزیک هرچی باشد او در اصلا به دست آمده نمیتونه چون مسائل لابراتوری میشه مسائل فرمول میشه به صورت علمی اگه بویی حالا که اینمی قسمت از بسیار زیاد وسیق خیلی بسیار زیاد مهم است حالا همین مسئله خود همین والدین شما زمانی که طرح کردید خدانشانی تنها اولاد اونم قسم داده که زمانی که شرط پیدا میشه در گفتار پدر و مادره تو میتونی کوره قبول نکن دیگه آلت از این نداره که باز گفت تو 100% باید از احترام میشه داشته باش اصلا حسن نبایی در باره از اون بگویی لیکن اینال وقتی که صورت از اینه که شما بگید بسیار زیاد عالی بگید در این شرایط زمان از این آلت اجتماعی از اینه که از مسائل دینی که یک کم اگر تفکیت به صورت از این باید که در این جامعه ما این آلت خوما نمیتونه ما باید از وقت در صورت تربیت باید از اولاد در شرایط اجتماعی این همینجا تربیت کنید این خارج از دین نیست خارج از مسائل اجتماعی است چرا مسائل دین که شد باز اینجا ثواب و گناه ثواب و گناه در مکافات و مجازات در مسائل اجتماعی به کلی فرق داره این آن زمانی که ما ببخشید دیگه ما یکم ببخشید با کلام احترام وقتی که ما یکم تشریح میتونم دیگه به مفهوم از اینه که ما بتانم از این استنباط کنم یکم بکنم که در این جامعه بتانیم یک چیز یک اصلاحات به وجود داری اگر ما به صورت فضی ایره ایرانی آلت همی در قرآن شریف همی بسیار قید شده در آلت شرک گفته که اولاد نباید نگه باید بدارم در دیگر آلت قد بند نگفته به صورت قد گفته حتی عرف نباید بگوییم در باره پدر و مادر لیکن چون شرایط اجتماعی قسمی که باید از این همینجا نظر به گفتار شما در این شرایط این این مسائل دین مسائل نیکوکاری است مسائل عزیز است که کمک از جامعه با جامعه احترام خود کنم با مسائل کلتوری ما مسائل فرهنگی ما مردم خصوصا افغان ها این همین حالت ما خواستم که یک تشریح بودم حالت از این است که آیا همین گفت ما برداشت ما چرا ما خود وسیق صاحب با کمال احترام ما آره در این همین حالت گرفتیم که بسیار راحت است ما از نگاه دین از شخصی یه تو نیکی کنم موضوع باشد ما وقتی که فیزیک کوانتون خواهدم او حالت را گفتن که 60-70 ضرب 10 به 3 این همین حالت است که کائنات تشکیل میشه بر 14 میلیارد سال که 7 میلیارد استیل شده این تمام چیز این همین نیروی ابتدایی که کائنات است که ما به اون وسیق صاحب ایمان دارم در هر چیز باید حتی به خصوص و آن قدر پیش ما انسان قدر داره که من بگم که پرستش کنم انسان از اون بلدی که نمای قدرت پروردگار مدنی مخز انسان میبینه ببخشید بسیار 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 بسیار
بسیار تشکر از این دوست ما. شما من میخواد یاد بکنم در این مورد دکتر من دوست محترم سخن فهمیده هستن، بسیار صحبت میکنن، توضیحات مثلا مطالب توضیح میکنن، منتها در موردی که خدا وجود خدا یک مسئله عقیده است کاملا درست میگن، علمی نیست، یعنی خدا را کس در لابراتوار ثابت کرده نمیتونه، نه رد کرده میتونه و نه ثابت کرده میتونه، این یک چیز ثابت است بدون شک. اما در مورد تربیه اولاد که گفتن که اولاد فقط در مورد شرک اینا گفته شده که ازش از پر والدین اطاعت نکنید، خب این قرآن کریم یک چیز را داد که این چیزی که مخالف عقل سلیم دان است، مخالف قرآن کریم است، وقتا پدر مادر، حتی پدر مادر که نزدیکترین کس بر اولاد است میگه شما نپذیرید. یک مثال بسیار ساده بتون براتون، مثال بسیار ساده، یک والدین از اولاد خود میخواه که دروغ بگه، این مطلب را دروغ بگه، اولاد قبول بکنه نباید قبول بکنه، برای اینکه اگه به خاطر احترام با والدین ما گپ والدین قبول میکنیم، ما به احترامی با خدا میکنیم. خدا گفته دروغ نگو، خدا میگه دروغ نگو، و والدین بگه دروغ و امیره بگو که فلانی نیست خانه، خلاص امی یک تلفن میاد بسیار ساده، تلفن میاد میاد من بگو نیست خانه نیست اصلا، خب میتونه من نیستم اصلا. برای جوان ها واقعا تعجب میکنن، اونا در تلاطم فکری میندازن که اینا ما چی بگویم، الان پدرم خود خانه است، ما چطور بگویم که نیست خانه خانه. یعنی این را باید در نظر بگیرن، یعنی اولادا باید صادق باشن، راست باشن، درست باشن. چرا اگر ما احترام والدین به نام احترام والدین ما چیز نادرست را بپذیریم، ما در حقیقت به خدا بی احترامی کردیم. او را هیچ قابل من یک نظر به صحبت های زمین برادر ما دارم، البته دید من وقتی ما مسائل اجتماعی و خانوادگی و شرایط امروز میبینیم در امی امریکا هم، یعنی همی خود مسیحا اولادایشون با پدر مادر بسیار احترام دارن، احترام یک موضوع جداست، بولید کردن و اذیت کردن و سرتوستیم یک طفل خراب کردن موضوع جداست، ولی وقتی که اسلام میگه با پدر و مادرتان احترام کنین، خوف نکشین، ما بسیار از تایی دلی رو میپذیم. ما با اولاد خودم یاد میدم که در مقابل مادرت خوف نکشی به چیز، اگر مادرش کدام کار خلاف انسانی میکنه و اذیت میکنه طفل من، باز ما اون رو میدونش که متوجه باش که در قدر اولاد احتیاط کنیم، ولی که باز ما عقاید مذهبی ما بلیف ما چیست، بلیف ما بالاتر از این است که حتی بسیاری ها تصور کرده میتونن، چون ما با اصول آشنایی داریم. به این مفهوم نیست که ما وقتی بلیف خودت تایید میکنه مسائل ما از همه قرآن آموختیم، ما اخلاق انسانی خدا ما از قرآن گرفتیم. وقتی خدا برای من گفته تو یک انسان خوب باش، با عقاید مردم غرض نگیر، دروغ نگو، جنایت نکو، آدم نکش، تجاوز نکو، وقتی که ما این خدایی که چیز از من میخواه من نمیکنم، ما بهتری انسان هست نری کاملا. و یکی باز نظر زندگی شخصی خود چی میکنم، برای خود، برای خانواده خود چی میکنم. من یک دفعه که یک وسیق صاحب منظرت میکنم که یک مسیح و یا ایش نبودیم در یک جا قسم میکنیم بسیار یک آدمی محترم، این یک یک انسان شریف، من گفتمش که چی فکر میکنی که تو گفتم در جنت میری؟ اینجا رو بس داشتیم بسیار یک جار بس خوب من سوال کرد که تو چی فکر میکنی؟ ما گفتم ما تصور کرد نمیدونم که شاید برم شاید نمیدونم شاید مثلا گناه کرده باشم مثلا خطا کرده باشم این مرزو به علای پاک اسم رو آمد. گفت چرا مطمئن نیستی که باید جنت بری؟ ما گفتم من نمیتونم مطمئن باشم. گفت من مطمئن هستم. ما گفتم چرا؟ گفت چیز که عیسی بزرگ به ما گفته که نکنی و چیز رو گفته بکو بکنم. بله. و اگر ما پیرم گذاشتم با این چیزایی رو بر ما گفته من کدیم و چیزایی رو گفته نکو و بر ما وعده کده بشه ما چرا در بشنه؟ و فیشان موقعتش تو تعجب کردم که واقعیت از وقتی که کنم انسان خوب باشه کار غلط نکردم باشه. گفت تو من مطمئن نیستی کارای خراب کردی؟ گفت سرکشی از عوامر خدایت کردی یا لایت کردی که حالا تو میترسی؟ گفت خدایت خواستش دیگه چیز نخواست. تا گفت خوب باشه حق بندایش نگی، قتل نکو، کشتار نکو، دوزی نکو، چور چپال نکو، دروغ نگو، مضر نباش، این یک ششف فارس که نباید انسان کنه یک انسان کامل است. و یک روز میرم این سواد بر شما دارم داریم به برنامه خود که ما اول سیقه و این قید مسلمان خوب یافتیم که حسل
واسیق صحیح فرم فهمیده که چه قسم باده بسیم من کوشش کنیم تا جایی که مقدور است همین مطابق قرآن کریم آدم رفتار بکنه واقعا بهترین است و قرآن کریم یاد میکنه هر انسانی که اگر آیه 62 سوره بقره ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين چهار طبقه را یاد میکنه و بعد میفرمایه که من آمنم بالله و الیوم الاخر و عمل صالح. هر کسی که به خدا ایمان داره و روز آخرت ایمان داره و عمل نیک انجام میده فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف داشته باشه نه ترس داشته باشه. ولی اگر انسان خوب است چون آدم ناراحت باشه کاملا بفرمایید فایش میکنم لاین تلفن رو بگیرم که درست کنم. تلفن زنی شما رو لاین هستی مهربانی کنیم. بله سلام محترم آقای حسن و محترم آقای وسیق. سلام محترم آقای وسیق. به جمعه بار دیان هستم از فریمان زنگ میزنم. بسیار جد تشکر دیان جان. بسیار خوش شدم که آقای وسیق برنامه شما میبینم. تشکر. خوب است که اگر مردم سوال کنن و آقای وسیق که زحمت کشیدن در برنامه آمدن جواب بدن خوب تر است. ببخشید که کم گلوم در دستم صدام شش نگیر. از آقای وسیق نمی سوال داشتم که میخوام نظر خدا بگویم. در امریکا کسی هستن که سالای سال زندگی کردن و شاستن که تا 30 سال است که در امریکا هستن و در مدت 30 سال یک روز کار نکردن، یک روز پیسه خودشان یعنی آید نداشتن، همیشه از کمک دولت آمده، از مدیکال، از کرای خانه، زنگ یا فوزستاب یا همه چیز کمک گرفتن. خود این چیز هست، خود فرق نمی کنه اگر مثلا توان کاری چیز ندارن خیلی هست. اما جالب است که امون فرا همیشه از دین گپ می زنن، صد سلامت هم هستن، میرن کار کش می کنن یک جای یا خانه به نام یک کس می خرن، باز کمک دولت هم می گیرن و از حلال و حرام از همه که دینان گپ می زنن، از این خانم چادر نداره، این روز روزه خدا خوردی، این روز مثلا آرایش داشت یا امی مسائل بسیار زیاد است در جامعه ما آدمی جامعه امریکا که ما زندگی میکنیم. سر امی نظر آقای واسید چی است؟ آیا یعنی حلال و حرام در این قسمت چی است؟ و یکی که ایمان خانم ها هستن مثلا سنشان زیاد کلان است و 70-75 ساله یا خورتر یا کلانتر، وقتی پیش دکتر میرن از من یک دکتر زن باشه، از من یک نرس زن باشه، به خاطر که میگن ما گناه داره که اگر از یک بچه جوان اگر دکتر باشه یا نرس باشه نمیخوایم که ببینه ایشان، میگه که گناه داره. یعنی در اینجا گناه تا چی هست که یک خانم سرسفید محسن یعنی اینقدر میگه که یعنی بدین گناه داره که اگر من یک مرد تا دکتر ما باشه؟ میخوایم نظر شانه در این باره بگیرم. تشکر. تشکر. بسیار تشکر. نکته خوبی را خواهر ما یاد کردن، واقعا نکته بسیار مهم است که اول عمومی اگر صحبت بکنیم، کسایی که مستحق امی کمک های دولتی نیستن، مخصوص نه جوان ها، و کسایی که مستحق نیستن و از او استفاده میکنن، یعنی در حقیقت از حق دیگران استفاده کردن، از حق دیگران سوء استفاده کردن. چرا جوانای ما بخصوص باید کار بکنن، باید زحمت بکشن، باید اگر درس بخونن یا اگر هر کار دیگه‌ای که میکنن که واقعا مصروف هستن زندگی خودت تامین بکنن، اما ای که بدون کوچار کمک‌های دولتی برای کسایی است که مستحق باشه، برای کسایی است که یا نیاز دارن یا از نظر ضعف جسمی یا کانسالی یا هر چیز دیگه. اما با تاسف که ما میشنیم که واقعا یک تعداد زیاد از این کمک ها سوء استفاده کردن و این سوء استفاده از کمک ها هیچ نوع توجیه معقول نداره. واقعا باید هر کس کار بکنه و بهترین یک عالم همون کسای خود بود. اگر از دین صحبت میکنه واعظ مبلغ ما هست، اگر صحبت میکنن کم کار بکنن، واقعا از غذا پول حلال به دست بیارن و ضمناً برن وعظ و نصیحت بکنن، در صورت شاید وعظ و نصیحت شان بیشتر شنیده شود تا ای که در ولفیر اینا هستن مثل خواهر ما اشاره کردن که بعضا خانه میگیرن و بعضا به نام های چی داید، حتی این مسئله در هر جای بوده بدبختانه، اما نه به هیچ وجه نمیتونه که توجیه دینی داشته باشن، برای ای که اینا مستحق از این نیست که کار نکنن و از استحقاق یک تعداد کسای دیگه که اونا مستحق هستن استحقاق از اونا بریده شود برای از اینا داده شود. حتی بالاتر از یام شنیدیم که کسایی که مستحق نیستن پول جمع میکنن، بعد میگن ما حج میریم، حج میریم، بیا مراسم دینی خود ادا بکنیم، حج بریم. خوبی حج رفتن
شما مثل از اینکه پول یک کس دیگر را دوزی کردیم میرین به حج میرین. چرا شما مستحق نبودیم؟ شما اگر ولو که کسایستن که بزرگا هستن، سفید های ما هستن، محترم هستن، کسایست که مستحق هم و کمک هستن، پس این به این معناست که اونا اگر مستحق هستن، یعنی شاید همون مستحقاق نداشتن، را اولاد خود زندگی میکنن، شاید زیادتر از حق چیز خود دارن که اونا سیف کردن، پول ذخیره کردن که حالا به حج میرن. نباید چون اون پولی که به حج میره خود اینا مگر اینکه اعلان بکنن که این ما پول دولتی رو ما گرفتیم میریم حج میریم، پول دولتی نیست دیگه. اما این که یاد کردن که خود از اینا باید بیشتر که از دین ما محترم هستن، این کارشان هست که میکنن، ولی امیدوار هستم که چیزای بسیار تشریفات خشک و بیهوده را روش کار نکنن، مسئله یک چادر و مسئله این مسائل را که گفتن. ما خودم به این عقیده هستم که در قرآن کریم این جای حجاب، مسئله حجاب قرآن کریم تذکر نداده. این حجاب لباس آبرومند خودش یک حجاب است، لباس آبرومند برای خواهرای ما اونمو حجاب است. این حجاب که امروز مرسوم است، البته خواهرای ما حق دارن، حق خودشان است، طریقه خودشان است، ولی به اسلام ارتباطش ندن، به اسلام ارتباطش ندن، برزی که یک دو سه تا چادر در سر خود تاو میتن و میگن که اسلامی نمیتر است. نه، از به اسلام هیچ ارتباط نداره، که حتی در زمان پیامبر خدا چادر عربا قبل از اسلام میپوشیدن، قبل از اسلام میپوشیدن، و اسلام عزیز که آمد هیچ وقت نگفت که مویتان رو بپوشانین یا سرتان رو بپوشانین، وقتا یگانه چیزی بود گفت چادرتان که در سرتان اونا سیخک میزن در پیشتر همین پیجوی خود بپوشانن. این مهم است که چیز است. و نکته دیگه که مسئله دکتر اینا رو یاد کردن که پیش دکتر نمیرن. خب اگر میسر باشه که یک دکتر خانم، دکترای خانم باشه که بتانن اونا شما در گوششون باشن، بتانن اونا همو تداوی کافی را کرده بتانن، خوب. در غیر از او اگر تو یک بخصوص در بس مسائل خاص اگر یک ما بگوییم که والا دکتر زن، شاید من بامون دادم اون رشته دکتر زن نباشه، اصلا اشکال ندارم، محرم اصلا بخصوص پیش سفیدهای ما هیچ اشکال ندارم از اون ناحیه، مگر اینکه خودشان چی تصمیم میگیرن. دکتر در حساب عقیده های محرم از دکتر بله، اگر دکتر خواهم دکتر در تداوی میکنه اینا میکنه. شما روی لین هستیم، میرو بری کنیم. تیمور جان سلام احترام تقدیم از شما با آقای واسیق. من هم سلام احترام بر شما دارم، میرو بری کنیم. رو که نمشیده ما یک سوال بسیار خوب در میان آورد. از نگاه دین اسلام آیا چه رقم است که بعضی از این افغانای ما میرن به دولت میگن که ما از هم جدا هستیم، بعدا یک جای زندگی میکنن اما میگه که ما به حساب امریکایی جدا شدیم اما به حساب افغانی هنوز هم زن شوهر هستیم؟ سوال من از این از آقای واسیق بود که آیا در اسلام چی میگه؟ بسیار لطف کردیم، بسیار تشکر. تشکر از شما مسئله جدا شدن. ببینید، تقلب کاری در هیچ صورت درست نیست. اگر این کار تقلب است، تقلب کاری به خاطر از اینکه بتانند یک امتیاز بگیرن که ما جدا از نظر قانونی جدا زندگی میکنیم، اونا امتیاز خودم میگیرن، اونا امتیاز خودم میگیرن، ولی از نظر شرعی باز ما زن شوهر هستیم. خب زن شوهر هستن، جدا نیستن دیگه در حقیقت. یعنی از هر چیزی که تقلب بده کار نادرست است، و از این کارها زیاد شده متاسفانه. واقعا من توصیه من از یک برادرشان همیست که ما تقلب را از خود دور کنیم، به هر نوع شکلش که هست بتانیم مخلصانه و خالصانه زندگی بکنیم. برای دیگه اگر ما تقلب با افراد میکنیم، با انسان میکنیم، خدا ازش آگاز در حقیقت با خدا تقلب کرده. بفرمایید، خواهش میکنم. تلویزیون زنی شما رو لاین هستیم، میرو بول کنیم. بله سلام علیکم. من سلام احترام دارم، بفرمایید. تشکر، سلامت باشین. تشکر از برنامه خوبی تان. من اسم خدا هستم، از خانه ها زنگ داریم. سلام دارم از آقای واسیق صاحب. بفرمایید، میدم میروان هستیم. میرو بول کنیم. ما که در فیسبوک ها یا که در ملاسازه ها شنجه بودم بخشک اصلا این مریض کرونا که پیدا شده در کشورهای ما شما طرف ایران، افغانستان طرف ها دوستن که مثلا حاجت و داکر نیستن،
یک الحمد بخونه کرونا از جانشان بیرون میشن اینجا اصلا موضوع نیست که پیش باتر بره نظر شما چیست واسیق صاحب محترم بسیار تشکر بسیار تشکر لطف کردین میربان هستین خواهش میکنم میربان هستین چه زنگ بوده سرزمی هنگم بسیار بخونه شما سلام کنید موضوع برادر ما یاد کردن اول خواهم یک چیز باید بگویم که همین موضوع تکلیف کرونا امروز تقریبا آموز آستاستا دامنگیر بسیار کشورهای دیگه هم شده و شمول ایران، پاکستان، افغانستان حتی در افغانستان هم در ایران امروز تشخیص کردن که کسی از ایران مقام آورده بودن و او تشخیص شده که آدم امید مریضی را داره و همینطور در ایتالیا بسیار نفوذ کرده و یک چیزی باید کل افغانهای ما کسایی که اگر توجه نمی کنین دقت نمی کنین حالا همه گی میگن که باید ما از دست دادن برای ماشی کردن از این موضوعات خودداری کنیم حتی قول دیگه برای کس باید آدم نتن در این شرایط ناگواری که اتفاق افتیده که مثلا سریع سراحت میکنه از رمی قول دادن و تنفس کردن روی ماشی کردن و مسلمان های ما بایی میل میم سرگه پزیم برادر ما و نه تنها یکی که بسیاری از کسای مسلمان ها و پروگرام های اسلامی دیدیم که این آمدن مرض کرونا را و در چین و کشتار هزارها هزار انسان را و این را جهت دادن به عقاید مذهبی انسان ها و چون گفتن اینا مسلمان نیستن و کافر هستن و خصوصا چین ها گفتن که مسلمان ها را کرد جنگ کردن خداوند سر از یایت یک آفت آورد و این را یک مرض را که میخواستم باز نمیده شما روشنیان بندازیم که من کنم قدر روزی نمی کنم یعنی خداوند برای ما از آفات دنیاوی یاد آور شده که سیلاب میه زلزله میشه امراض میه که ما باید رو خواهی کنیم چطور جلوگیری کنیم یعنی خداوند چی ضرور است که سر بنده های خود همه تو امراض بیاره و امروز آل گپ از کفار خطا شد دامن خود مسلمان ها رو گرفت کال خیلی مخزر مسلمان ها خدا من قار است و همی بسار یک کار نادرست است و یکی همی موضوع رو خوبتر تشکر کنیم و سیستر روسیان که یک مرض که امروز با اهم تکنولوژی و ساینسی که امروز موجود است نمیتونه برش یک واکسین پیدا کنن هایا با همه عقیده که ما با قرآن خود داریم و با کلام خدا داریم این شما ببینید که اینمی چیزا رو با سر افغان هم میکنن اگه نمی ریزش رو پیدا کرده خدا این نخواسته خدا این خواسته کرونا دیرم گفت میگه مولوی سر گفته که قلم سر قلا رو بخون پیش داختر نمیره بلی متاسفانه این امی نقدمی ایسه از نگاه خود دینی چی گفته که ببینید از نگاه دین اول باید یاد بکنم که یا اینا مسئله ویروس کرونا یا هر نوع مرض وبایی دیگه که در طول تاریخ بوده که البته بشر از بدو خلقتشان و بعدها البته با می دو اصل بسیار عمده که مسئله فقر و یکی مسئله مرض مبارزه داشتن که یعنی مسئله بخصوص مسئله مرض اینا که بسیار کشنده بوده خب وقت مرض جلوش گرفتن نمیشد یک میکروب جلوش گرفتن نمیشد و شرایط محیط هم برای تکثر و ازدیاد مساعد می باشد به سرعت میره تا ای که بالاخره قرن 20 بود همی چیز پنسلین اینا رو کشف کردن اینا انتی بیوتیک اینا رو کشف کردن که بود الکساندر فلیمینگ کشفش کرد و این بزرگترین خدمت کردن بزرگترین خدمت بر بشریت کردن که شاید اگر همی انتی بیوتیک کشف نمیشد شاید تا امروز نصف نفوس جهان شاید شاید تا میلیون ها دقیقا میلیون ها یا ده ها میلیون انسان تلف میشد واقعا چرا بسیار خدمت بزرگی کردن که واقعا جای قدردانی کار داره و یکی یاد میکنن که مسئله دعا برادر ما یاد کردن که میگن الحمد خیر قل را رو بخونید بابا یک کمک از تاریخ خودم که تاریخ دین خودم اگر بخونن پیامبر گرامی ما البته وبا نگرفتن بر روز وبایی نبود اما انفکشن داشتن در اثر انفکشن دو هفته دوام کرد دو هفته تاو کردن و دو هفته اصلا اگر انتی بیوتیک میگو چاید در 20 سال دوم پیامبر خدا زندگی میکنن ولی اونا از اونا قرآن در قلبشون نازل میشه تمام قرآن وحی شده برشون دعا را اونا میفهمیدن اصلا در دعا اگر یک چیز جور شده خب اصلا دعا متاسفانه ما از دعا سوء استفاده کردیم یا در زمان حضرت عمر خلیفه دوم در زمان خلیفه دوم یک مرض وبایی آمد که حتی یک تعداد که تلف کرد به شمول صحابه اصلا خوب اونا کدگی میفهمیدن که دعا چطور بکنن ولی اینا ببینیم که قرآن کریم وقتی
و این بسیار بسیار جفاکارانه است که ما اینطور فکر بکنیم که یک جزای برای کفار است. اول ما میگیم کفار، ما خبر نداریم که کفار در بین خود ما زیاد است یا در بین غیر مسلمان زیاد است. اون خالق میفهمه نظرش و علمش، اما این ما باید قبول بکنیم که خداوند وقتی همی سیستم و دیزاین را که خلق کرده، این سیستم دیزاین نقص نداره. این سیستم دیزاین به شکل سلکتیو نیست، چیز انتخابی نیست که به مسیر انتخاب بکنه مسلمان برکنار است، یهودی را انتخاب بکنه یا مسیح در چی دارد. نه اتر چیز نیست، مثل سیلاب است که وقتی سیل میاد، وقتی سیل میاد اگر خانه مسلمان در دمش قرار بگیره میبره، اگر خانه مسیحی باشه، اگر خانه یهودی باشه، اگر هر جای باشه میبرش. و ایام امروز یک آفت است. قرآن کریم یاد میکنه که ولن تجد لسنت الله تبدیلا. شما در روش خدا نه تبدیل میبینین و نه مسیر خود تغییر میده. او چیزیست که خالق خلق کرده. میتون اینمی هست سیستم ای که درست در چین بوده، در چین اتفاق افتاد، ولی امروز سرانه چه گفت میشه شما در ایران و افغانستان در تمام جهان میتونه باشه. ولی این مردم، این مردم کار میکنن، زحمت میکنن، صدها لابراتوار است که امروز کار میکنن که واکسین ما واکسین از زیر اختراع بکنن، در حالی که ما هنوز هم میگیم که ما دعا بکنیم. بابا در دعا نمیشه، ما باید کار بکنیم. چرا دعایی که ما متأسف هستیم؟ والا ببینید قرآن کریم یاد میکنه در مورد حضرت ابراهیم و اسماعیل فرزندش، و یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل و ربنا تقبل دعا تقبل منا انك انت السميع العليم. وقتی که اونا تهداب خانه را گذاشتن، تهداب گذاری کردن، بعد از دعا کردن خداوند از ما بپذیر. ما پیش از پیش، ما خدایی که از ما خواسته که ما کار بکنیم، ما خدا میگه ما تنبل هستیم، خدای خود قدرتمند هستیم، دعا میکنیم به خدا تو این کار بکنیم. حتی این پیش خدا، خدا نکوهش کرده همچو چیز را که ما از خدا بخواییم. ما باید کار بکنیم، ما باید زحمت بکشیم، ما باید یک راه درست پیدا بکنیم، به هر شکل که از خود حمایه بکنیم و بتونیم فامیل و دوستا و عزیزا و بشریت اگر حمایه کرده بتونیم. و ایست که در قسمت واکسین اینا که امروز کوشش میکنن، امروز اینا بسیار زیاد فوق العاده کوشش میکنن که همین واکسین شو پیدا کنن. اگر واکسین پیدا نشه شاید تلفات بسیار شدید و بسیار سریع پیش بیاد. ولی متاسفانه که ما هنوز منظور چیزیست که به سوی دعا بگویم. الحمدلله قل و لا، من همی دانم که پیغمبر خدا الحمدلله قل و لا نمی فهمید که دعا کنه که اون میکروب باکتریا از پیشان رفع شود، یا در زمان حضرت عمر یا در هر زمان دیگه است. مسلمان ها به صورت کل می بیدین از امران مسیسه باید برتان بگویم که خود شما می فهمید که ما افغان ها به این دعا و دم و چوف و چیزا عادت کردیم، کلچر شده. مثلا اگر سال هر افغان بیدی به یک جایی که چی شده یک بسیار کلام سی قلوالا رو میخونه، خب برای تصیح کردن یک خود انسان اشکال نداره. بله درست، او که خودت خود با اگر مفهوم آیات قرآن بفهمی، برای آرامش روی خود میگی، از خدا طلب مغفرت میکنی، از خدا طلب کمک میخوایی، از خدا توسط آیات و قرآن برای اولادت، برای زنت یا برای یک مریض دعا میکنی خدا نیره کمک کنه. کار خوب است، فکر میکنی که یک کار درست ما کردیم، بعد یک کسی پناه بردیم خدایم است، او درست است. ولی که تو باز بیایی توقع ازی داشته باشی که من میره چوب کنم سر خود و کرونا از بین میره. کرونا ای را که در میاد در چین میگن بیشتر از 200,000 دکتر در دنیا کار میکنن، کار میکنن. شما ببینید که در این چاینا در ظرف 6 روز یک شفاخانه، 6 روز یک شفاخانه 1000 بستر رو درست کردن. و امروز این قدر سریع و تلاش دارن که بتونن که برای یک واکسین هر رقمی که میشه پیدا شوه، که گنی دامنگیر کلی کشورهای دنیا اگر شد دیگه بخیر کار کلی خراب باشد. ولی ها کوشش میکنن، تلاش میکنن که میگنم که به زودی است به بگ نتید تا، یعنی ژاپن گفتن ما نزدیک شدیم به این که با واکسین کشف کنیم و خود چاینا و امریکایی ها و یام، ولی ما هنوز در خم دعا بندسیم. ببینید که واقعا اینا تیمور شاه جان چقدر زحمت میکشن، امی طبقه، امی مردم های غرب، اینا واقعا جهان غیر مسلمان شک درش نیست. یک حدیث از پیغمبر در بخاطر امامت که مبارک میفرمود که خیر الناس انفعهم للناس، بهترین انسان ها کسایی هستند که نفعشان به انسان ها برسند. و اینایی که امروز واکسینا را اختراع کردن، شما فکر میکنید که صدها هزار نه که میلیون ها انسان حیاتشان را نجات دادن، حیات مرگ نجاتشان داره. واقعا اینا چقدر پیش خواه اجر
پاداش داشته باشه. مرزی که اینا کار میکنن، ما باید از اینا بیاموزیم. ما باید بیاموزیم از اینا. دعا رو من میفهم، دعا رو هر کس کرده میتونه. یک دعا که اگر همس قلالا هر مسلمانی که یاد داره بخونه خلاص. یعنی اصلا ببینید، حتی قرآن کریم در موقعی که فکر بکنین، من به این امی آیه را که میخوانم اصلا فکر میکنم که هیچ کس معذرت نداره از این آیه. حضرت بی بی مریم وقتی که حامله بودن و وقتی که وضع حمل میکردن، در زیر درخت خرما رفتن و اونجا قرآن کریم یاد میکنن و حزی الهی که به جزع نخلت تساقط علیه که رتبن جنیا، میگه تو درخت خرما را شور بده که خرما از بالا بریزه. شما فکر کنید یک پهلوان نمیتونه درخت خرما را تکان بده؟ یک پهلوان مرد، باز یک زن، یک خانم، و اون خانم در موقع وضع ولاده، وضع طفل خود، وضع حمل خود، چطور ممکن است؟ ولی خدا نمیپذیره امی بیکفایتی و بیکارگی را، میگه تو یک تکان بده از بالا میفته. یعنی تو باید شور بده، تو باید سهمت را بگیری در این مورد. آیه در سوره مریم است، واقعا بسیار زیبا است. فکر کنید که در اون حالت خدا میگه که حوزی الهی که درخت تکان بده، خرمای تازه برات میرزد، میرزد اصلا. اما ما هنوز شدیم یک دعا کل چیز درست میشه بابا، یه چیزایی است که اصلا دین بدنام کرده. خیلی چیزایی است که مردمی که خیز و جست میزنن سر عقاید ما مردم و اساس اینه که بعضی کارهای نادرست نشایسته خود مسلمان هاست که انجام میتن و مردم به میشه افتادار. شما این واکسینه که درست میکنن، ما مسلمان ها ببینیم که ما ایر قار خدا سر کفار میدنیم، ولی ها واکسین تران میکنن، نمیگن که تنها برای مسلمان ها نیست، تنها برای چینایی هست یا ای تنها برای عیسوی هست یا تنها برای یهودی هست، یا به بشریت میخوان که از مسلمان و هندو و یهود هر کسی که باشه او واکسین بهش برسه. مثلا واکسین فلج اطفال هم چیره که درست کردن و یه به دنیا امروز در تمام کشورهای اسلامی تقسیم میشه و او خودش هم اگه مسلمان نبود. ولی ما مسلمان ها با تاسف بند ماندیم. ما مسلمان والا مشکل کلام داریم از این آیه، مشکل کلام داریم از این آیه. هیچ هر چقدر که دنیا به سرعت و تکنولوژی و معلومات و همین مسائل سوشل میدیا پیش رفته میره، ما آخر مراسی تا سرچپه رفته میره. ما چیزای خراب یا مختم میریم از این سوشل میدیا، چیزایی نمیگیریم که با مذارت و مذارت از بسیار ها سرک دیوانه جور کنن. والا با تاسف، شما فکر کنید که امیر هم ایرا میگن که این غضب خدا و قهر خدا سر غیر مسلمان است. بابا ما فراموش کردیم خود امروز بزرگترین قهر و غضب خدا سر مسلمان است. مسلمان هست ولی امروز ببینید که مسلمان جهان اسلام در چی حالت است. امروز فقر، بی‌ثباتی، فساد اخلاقی، فساد اداری و تمام بدبختی‌ها امروز در جهان اسلام است. امروز شما فکر کنید این خودش بزرگترین عذاب است. ما این عذاب نمیگیریم، نه، ما میگه از ما جهاد است، ما جهاد است و جنت بر ما خود دنیا چیزی از دنیا گذرا است، جنت است. در حالی که ما به می عقیده است که اگر جنت جور نکردیم اینجا هم جنت نداریم. نه 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 واقعا نه. ما باید این دنیا رو جنت جور بکنیم، باید بتونیم که برای خود و به هم نوع خود، برای همه، بدون در نظر داشت از اینکه اون مسلمان است یا اون مسیحی است یا یهودی است. همونطور که پیشتر شما یاد کردید که واکسین میسازن، اینا نمیگن که برای تنها مسیح است، برای همه میتونن. البته بزنس شان هم هست، اونم بزنس هم هست، اما اینا همقدر روحیه دارن، همقدر چیز دارن که اینا برای همه بشریت میخواین کار بکنن و ما میخواییم که هنوزم بر دم دعا متوسل شدیم و یه چیز هایسته که سوال آخر میکنیم چون وقت هم کم مونده، مختصر هم جواب بدیم. چرا واسیق صاحب ما مسلمان ها در جهان، نه تنها افغانستان، در جهان، چرا ما نتانستیم یک مرکز را، من نظر صحبت نمی کنم، یک مرکز را، یک بزرگ را، یک آدم مهربانی را که به همه ادیان احترام داشته باشه و به خدا تسلیم باشه؟ ما نداریم که مرجع جوابگو باشه در مقابل بعضی کسایی که به نام ملا و آخوند و عالم نمیان، برخلاف قرآن و برخلاف سنت پیغمبر رسول ما بود السلام، اینا به مردم معلومات های ناغلط میتن. اگه یک مرجع باشه که یاره کش کنه، بیاره اصلاحشون کنه یا مانی شوه، چون هم مسلمان هم تنسیم تیم ولی خب نه، اصلا مثل دواتیکان در بین کاتولیکا فرزند، در بین کاتولیکان و پاپ هست، پاپ که
همی چیز را داره. در بین مسلمان ها شیعه تا اندازه باز داره، مثلا امام است و امام اینا واقعا مرجع تقلید میگن، اینا مرجع تقلید میگن که ازمون تقلید میکنن تا اندازه اونا هم دارن، اما با تاسف که انوز امو فساد در هر دو وجود داره، هم در شیعه هم در سنی وجود داره، کاملا نشک درش نیست. اگر مرجع تقلید اسلامی از قرآنی صحبت نکنه، واضح میتونه همه امت را به اشتباه بکشه. منتها در بین سنی ها همین چیز ایجاد نشد. بین سنی ها چون فقهای مختلف آمد و اجتهادات مجتهدین کارهایی کردن و امیر باز گذاشتن، اما یگانه اصل که میتانه، یگانه اصل که واقعا میر زیبایی قرآن میدانم امیست که قرآن کریم امی آزادی رو بر انسان ها داده که انسان ها میتانه به انواع و اقسام مختلف تعبیرهای از قرآن بگیرن، ولی بهترینشان که کاربرد خوب داشته باشه اون انتخاب بکنن، نه اینکه اون بهترین بگن که والا یکی هست که گفته مسلمان است چیز شیعه است یا سنی است یا این است یا آن، نه نه، بهترین تعبیر باید بگیرن و انسان ها اون را باید بپذیرن. آیه 17 و 18 سوره زمر که بخوانن دوستای ما عزیزای ما واقعا بهترین است، میگه شما بشارت بدین بنده های مرا اونایی که یستمعون القول و سخن گوش میدن و بهترینش میپذیرن، نه تنها میپذیرن بلکه تعقیب میکنن. چرا ما بهترین برداشت ها را میتونیم داشته باشیم و از بهترین برداشت یکیش انتخاب میکنیم؟ مسلمان ها باید دنبال بهترین ها باشه، اما متاسفانه مسلمان دنبال عرب، دنبال عرب خود است، افغان دنبال افغان خود است، شیعه دنبال شیعه. این رای ما غلط است، ما غلط هستیم، ما باید راه خدا درست بکنیم. در غیر از او واضح است که اشتباه هست و با اشتباه خدا خودش خیر پیش کنم انشالله که افغانستان هم از این مرز کشنده که در دنیا روان است همه جهان نجات بده انشالله بتا شمول ما مسلمان ها و واسیق صاحب شما جان سپاس می کنم که زحمت کشیدین از راه دور، ما هم آموختیم، دوستا هم آموختن، امیدوارستیم که برای یک نفع بتاییم حداقل یک مباد و مباد شما رو زحمت بتونیم، چون ضرورت هم هست و ما مردم چیزی که شما میفهمین به حساب مسائل دینی ما سر موضوعات شماییش بیتونیم یکان صحبت هایی کنیم تا فهمی که خودم رایتان باشه واقعا بسیار شما بسیار لطف کردین که امروز تشریف آوردین و موضوعات از دید قرآن و از دین عقاید اسلامی ما هم تشریح کردین. از شما جهان سپاس میکنم، بسیار لطف کردین، شما تشکر و از من از دین دایی که محترم هستن و دو ساعت با برنامه با ما بودن. دوست عزیز هر یک شما را به الله حفظ کردون، خداوند امرایتان باشد. تشکر از اینکه بینید برنامه بودین، شب روستان بخیر، خداوند یارم رو بگردن. اولین باری که دوستان سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشن ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196. 800-680-1196. 800-680-1196. I knew I could get myself out of this. I just needed some hope and some help.
I took the first step to recovery when I made the call. If you're depressed, drinking, and using drugs, you may need help, and your insurance may offer coverage. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. I had problems just getting to sleep, drinking, and using pills every night. I feel like I'm losing control. I'm afraid I'll lose my job or even my family. Are you losing hope? You can recover and get back on track. Call now for hope and help with proven gentle recovery programs. I never thought that I could be somebody who didn't drink and use drugs. I have something to hold on to for strength. I'm in recovery, getting the help I need. Call the Addiction Hope and Helpline now for a free assessment with someone who cares. Call 800-889-3573. 800-889-3573. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشن ستایل ما پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف چی میشه؟ آره، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.